درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده به خواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس یاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن خواهش میکنم از همه خانم آقایون لطف و محبت بفرمایید به خانه خودتون، به سنگر ایران آریایی لطف محبت بفرمایید و مثل همیشه همیاری کنید، کمک کنید تا بتوانیم ما هم با خیال راحت کارمون رو ادامه بدیم. خیلی هم از همتون سپاسگزارم، ممنونم. از بچه‌هایی هم که مدام پیام می‌فرستید، پرسش‌هایی که مطرح می‌کنید، لابلای برنامه سعی می‌کنم که به هر حال ارتباطم با شما حفظ کنم. اما خیلی سریع بریم و کار رو آغاز بکنیم. پری روز عرض کردم حضورتون که ما از جریان میهن پرستی که واقعا بچه ها همه دارن نشون میدن، مردم در داخل کشور همه ثابت کردن که
به دلیل این 44 سال بلایی که بر سر ما از خارج توسط امریکایی‌ها، توسط انگلیس‌ها و شاگرد پادوهاشون فرانسه و آلمان به ما وارد شد و این حقارت ملی که نصیب همه ما ایرانی ها شد، فرق نمی کنه چه اونا که تو داخل هن چه ما که در خارج هستیم، فرق نمی کنه. به هر حال این یک حقارت ملی است که بر سر همه ما اومد. هممون بدبخت شدیم، هممون حقیر شدیم. نگاه میکنیم تو منطقه میبینیم مثلا ملت ایران به اون درجه از حقارت رسیده که باید بره ترکیه خرید کنه، بره اونجا خمیر دندون بخره، صابون بخره، نمیدونم حوله بخره، وسایل بهداشتی بخره، یا بره دبی یا از طریق هند و پاکستان برای ما اونم نه کالاهای خوب، کالاهایی که به هر حال استاندارد بین‌المللی داره، یه مش آشغال و بنجول از شرق میاد، یه مش آشغال و بنجول از غرب میاد. ما بقیه هم مثل ما آواره دنیا شدیم، اومدیم اینجا تن به پسترین کارها دادیم، آواره شدیم، اصلا دو نسل سه نسل اینجا نابود شد، بعضی اصلا دیگه ریشهشون قطع شد با ایران. و این بلاهایی که برحال بر سر ما اومد، 44 سال فوشمون میدن، کتکمون میزنن، میکشن، تجاوز میکنن، تیربارون میکنن، جنایت میکنن، دزدی میکنن، هر کاری که دلشون بخواد میکنن، میبرن تو زندان ها به دخترهای مردم، پسرهای مردم، جلو مادر، جلو پدر، جلو بچه تجاوز میکنن. رسما میگن، دیدید دیگه، چند ماه پیش بود این جوانی رو که اعدام کردن، برده بودنش، گفته بودن یا به تجاوز میکنیم یا باید بنویسی که من ضد انقلاب هم. گفت نه آقا، تو رو خدا این کار با من نکنید، هر چی بخواید مینویسم. یعنی رسما و علنا میزنن، میکشن، تجاوز میکنن، خونه اموالمون رو میگیرن، مال اموالمون رو میگیرن، کارخونه ها رو گرفتن. و هر چه گذشت ملت متوجه شد که چقدر ما حقیر شدیم. یه مش روزخان، یه مش جنگیر و فالگیر و سر قبرخان، یه مش جانورانی که به قول خدایگان آریامهر بزرگ، یک مش کرمهای در منجلاب فساد اخلاقی و مالی، کسایی که قیمتشون بود میگفتن آخونده دوزاری، یه مش دوزاری که با صدقه ملت ایران بزرگ شدن، امروز مردم ایران رو سر ملت رو کردن تو سطل آشغال و خودشون میلیارد میلیارد دارن میچاپن میخورن. جوانای مردم رو همه رو آسی کردن، جوانای مملکت همه روانی شدن، همه عصبی شدن، قرصی شدن، نه آینده ای دارن، 3-4 نسل رو در ایران نابود کردن. جوانا تفلک ها اصلا نفهمیدن جوانی یعنی چی. و نسلی که بعد از من بود، نسل به قول خود شما دههای 50 و 60 و 70، اصلا اینا جوانی نفهمیدن، همش درگیری داشتن با کمیته و پاسدار و بسیجی و نیروی انتظامی و شلاق و فوش خارمادر و تحقیر و با عقده و با کینه بزرگ شدن. نه یه لباس قشنگی تونستن بپوشن، نه آرایش قشنگی، نه یک برنامه قشنگی، یک تفریح داشته باشن، سالن‌های ورزشی داشته باشن، هیچی. همینطوری فقط صبح و به شب کردن، شب و به صبح رسوندن، دسته دستن بردنشون تو زندان ها و کشتنشون، اعدامشون کردن. ما بغیرم موفق شدن با خودشون همداستان بکنن که تو بیا با ما همکاری بکن، با ما همداستان بشو جاسوس ما، یا بیا بر تو بسیج که ما بدی حلب روغن بدیم، یه گونی برنج بدیم. و اینها همه پرونده ها رو هم اومد و سرانجام کار به جایی کشید که الان مذهبی ترین مذهبیون، کسانی که به هر حال حالا ما خوشمون بیاد بدون بیاد، یه دی اعتقادات مذهبی خودشون رو دارن، اینها به این نتیجه رسیدن که نه آقا، اصلا این اسلام و این جنگولک بازی هم که ما خودمون مثلا 50 سال 60 سال 70 سال نماز خوندیم، روزه گرفتیم، مکه رفتیم، پیش یارو رفتیم، پیش اون یکی مرگه رفتیم، پیش اون زنی که تو قوم رفتیم، دلا شدیم، راز شدیم، روزه گرفتیم، 30 روز نخوردیم، 50 سال 4 صبح 5 صبح 6 صبح بلند شدیم نماز خوندیم، یادمون رفته بود قضاشو خوندیم، این همه بی خودکی خودمون رو علاف کردیم، هیچی توش نیست. و
آخه مگه میشه این همه فقر، این همه ظلم، پس کجاست این خدا، پس کجاست عدالت، پس مگه نمیگفتن برابری برادری حکومت عدل علی، پس کو خب مردشون قیافه سگ شده ببرن، پس کو این عدل چاخان بخان بود، یک دین و مذهبی بود که متعلق به تازیان بود، خیلی هم براشون خوب بود، نه فرهنگی داشتن نه تاریخی داشتن، اون یا راهزنه اومد برای اینا یه تاریخی ساخت، از یه دهاتی به یه دهاتی نقل مکان کرد، از این یارو اتاق چیچی بوت بوده توش، از اونجا پاشد رفت اون یکی تویله، از این شهر چیچی مدینه الزور نور همونجا از این دهات رفت اون دهات، تاریخ ساخت برای اعراب، چون عربا که تاریخ نداشتن، مثلا نمیدونستن شنبه یک شنبه دو شنبه چیه، یه چیزی براشون درست که از زیقده نمیدونم ربیع الثانی ربیع الاول ربیع فلان محرم صفر رمضان شعبان چرت و پرت، بعد نه چیزی داشتن اینا نه علم دانش ستاره شناسی داشتن، نه خیامی داشتن، نه بهداشتی داشتن که ابن سینایی براشون باشه، همینطوری تو بر بیابون ویل ویلون بودن، بوی پشم شتر میدادن، بوی پشم بز و بزغاله میدادن، ادرار شتر نوش جان میکردن، 300 متر 400 متر از زمین میکندن تا یه ذره آب لجن بیاد بیرون، آب چاه بخورن، برای همین این عربستان و این اون منطقه همش سوراخ سوراخ دارن دنبال یه یاروی میگردن که رفته اون تو، حالا کسی نرفته بی خدا که میگه یکی رفته اون تو. بعد خب اون راهزنه برای اینا خوب بود، یه کتابی هم آورد داد دستشون گفتش که اینه بخونید، خونم که سواد نداشتن که، بعد گفتش که نگاه کنید از این اول شروع کنید بسم الله، همطوری آروم آروم اینو بخونید، و در حال اینا رو صاحب کتاب کرد، صاحب تاریخ کرد، صاحب یه هویتی بهشون داد، و شماها عربید، مسلمانید، اخوت، برادری، اسلام، ماچبازی، فلان، هر چی دلت میخواد، چون عربام که بی پدر و مادرها اونایی که مالا الهجازن که سیرایی نداشتن، گفت هر چی دلت میخواد زن بگیر، اینا فقط یه دوتا چرت پرت بخون، بگو ون وشت و ون کفت و نمیدونم قبل تو فلان اینا، بعد ببرش تو چادر، هر چم دوست داری پس بنداز، اصلا هر چی بیشتر تر پس بندازی بهتره، به خاطر اینکه تخم ترکه این اسلام مثل شپش پخش میشه تو دنیا، که الانم پخش شده که مایه ننگ و آبروریزی شده، بیچار بی خوده که ما هم تو پیشونیمون خورده که مسلمانم دیگه، حالا دیگه تاریخ نریم که، به هر حال خب این برای اونها خوب بود، تخم و ترکه های همونا به اسم سید و چه بود چه بود چه بود آقا و آقا امام زمان و نمیدونم نایب برحق و رابطه با خدا پاشدن اومدن ریختن تو مملکت ما، ما رو گرفتن از دلش، بعد از 1400 سال تجاوز و شلاق و اینا ما هم ترسیدیم جا زدیم، چون میزدن دیگه گردن میزدن وسط خیابان های چیز، خیابان که چرز کنم برحال وسط شهرهایی مثل نهاوند، در همین نهاوند، در ملایر، در علی گودر، در خرم آباد، در همدان، اینا چیزش هست مداره که من علکی نمیگم، در همین جایی که امروز بهش میگن مناطق کوهگلو بویر احمد، چهارمحال بختیاری، همین خوزستان خودمون، در هرمزگان، در استان فارس، اصفهان، در همین تهران، همون شهر ری، و در همین قزوین، زنجان، اینقدر ایرانی‌ها رو گردن زدن که اگه واقعا تا چیزی بود، به اصطلاح دستگاهی بود، یه ویدیوی چیزی بود، ما اینا رو میتونستیم اون موقع فیلم برداری کنیم، از خودتون وحشت می‌کردید می‌دیدید، در مازندران، در گیلان چقدر کشتن از ایرانی‌ها، به هر حال بعد اینو به ما تحمیل کردن، تحمیل کردن، حالا ملت ایران بعد از 44 سال فهمید که آقا اسلام، میگن چرت و پرت میگفتن اسلام به ذات خود عیبی ندارد، هر عیبی که از مسلمانی ماست، ملت الان فهمید، همه ما فهمیدیم که آقا اسلام به ذات خود عیب دارد، هر عیبی هم هست از مسلمانی ماست، اصلا تعیم و باد میده، اصلا ما خرمونه کورگی دوم نداشته، اصلا ما نمیخوام آقا مسلمان باشیم، کیو باید ببینیم، کجا باید امضا کنیم، آقا ما به کدام ثبت احوال تاریخ باید بریم که انگوش بزنیم امضا بکنیم، آقا ما مسلمان نیستیم، کیو باید ببینیم، کجا باید بریم، خب اینا به گوششون نمیره، فعلا زور با اینا، سپاه پاسداران داره، بسیج داره، یه مشتم لات و چاخوکش از لبنان و عراق و یمن و لیبی و این ور اونور ریخته تو مملکت و ملت رو دارن میزنن میکشن، خب طبیعیه دیگه، تو جلو گلولم که بایستو خب میزنن میکشنت دیگه، ملت هم ترسیده، اما در نهان خانه دلش، در اون پستوی دلش، در پس ذهن خودش، ملت ایران دیگه میهن پرست شد، فهمیدن که چه تلخ است این قصه مردم فریب، زندگی در دوزخ به امید بهش، ملت بالاخره متوجه شد که آقا جان این همه ظلمی که به ما داره میشه، سر اول و سر خطش و تای خطش تمامش اسلامه،
یعنی اون چیزی که اون شادروان ایرج میرزا میگفت که فریاد میزد تو اشعار خودش، عرض کنم، و دیگران که اومدن و گفتن، عرض کنم، مثل احمد کسروی عزیز که بیچاره سند خودش آخون بود، احمد کسروی خودش آخون بود و اومد گفت شعرای ما همه شعر گفتن، گفت آخه بی پدر و مادر فلون فلون شده با اون سیبیلات، ما تو شو قیافته ببرن تو سر اون مرده، سر اون قبری که داری شیه میکشی مثل از مثل یابو داری داد بیداد میکنی، توش مرده نیست. اگه اون مرده‌ای که تو داری گریه میکنی اگه اون زنده شد، نجاست تو به ریشم، اگر زنده نشد نجاست من به ریشت. یعنی بودن اینقدر از این اندیشمندان ما، از شعرهای ما، آقا عبید زاکانی یه نمونهش، بهلول یه نمونهش، و ملا نصرالدین و خیلی ها، خیلی ها کتاب از خودشون به جا گذاشتن. حافظ بزرگوار، آقا دیگه حافظ دیگه سند تاریخی که در دست ما هست، فردوسی بزرگ، سعدی بزرگ و سنایی و خیام و خود پورسینا، بابا طاهر و خیلی ها، خیلی از شعرهای مملکت ما، فارابی، هر کدومشون به یه سبکی، به یه طریقی، با شعرش، با قلمش، با نوشتهش، با داستان سراییش، با قصه، با هر چی، آقا یه مدرکی از خودشون به جا گوشن، بابا چرت و پرت به ما حمله کردن، ملت چرا اینقدر شوتیم؟ خب ما شوت باقی موندیم. در یکی دو برهه از زمان در طول این قرون فشار آمده بر همه جای ما، از زیر شیخ خواستیم دریم، نادری اومد، کریم خانی اومد، اون یکی اومد، اون یکی اومد، یه جورایی خواستیم دریم، ولی خب نشد، زورمون نرسید. و اینقدر این حمله این تازیان و اینقدر این فشاری که بر ما وارد شد، کتکی که خوردیم، کشته‌ای که دادیم، خب خیلی کشتن، از کشته‌های ایرانی پشته ساختن، رودخانه‌های ایران، نه که اینو مثلا بخوام به حالت تعذیب بگم آیا حسین حسینو کشتن، نه، رودخانه‌های ایران سرشار از خون ایرانیان شد، میلیون‌ها سرباز گمنام خونشون ریخت تو همون کارون، خون ایرانیان اینقدر ریختن بی ناموسی پدر و مادر که ایستادن در برابر اعرابی. نمونه مثلا چند نمونهشو خودمون داریم، مثل بابک ایستاد در برابرشون، قطعه قطعش کردن جوان مردمو. بعد ما بابک رو ول کردیم، داریم واسه سر حسین و ته ابوالفضل و ساق پای مرکه یارو، اسب الاغ یارو اون یکی رو، بعد دعوا میکنیم که چرا به میگن ابوالفضل، بعد چرا از موقع بهش میگن عباس. خب شوت بودیم دیگه، تعارف که نداریم که. به هر حال این 44 سال خدا رو 100 هزار مرتبه شکر، سرانجام بعد از اینکه یه 4-5 میلیونی کشته دادیم، حالا شدن بیشتر باشه، من که فکر می‌کنم بیشتره، یه 10-12 میلیون هم آواره دادیم، یه 3-4 میلیون هم که معلول و چشمش از دست داد، پاش از دست داد، نمیدونم نصف رودش رفت، قطع نخا شد، بقیه هم که روانی و معتاد و تو خیابونا و دخترای مردم همه به تنفروشی افتادن، اصلا دیگه امر عادی شده. بله، بچه های مردم سوار موتور میشن، موبایل همدیگر میدوزدن، خب اونی که میاد موبایل منو میدوزه، خب منم بدبختر از اونم دیگه، خب منم با بدبختر رفتم یه تلفن رو خریدم که کارم رو بزنم، اون که از من بدبختره میاد از من بدبخت موبایل منو میزنه. مردم انداختن به جون هم، حسادت، دورویی، کینه، اختلاف، خودزنی، فوش دادن، و به هر حال یک مجموعه دست به دست هم داد و ملت ایران سرانجام به این نتیجه رسید، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، و سرانجام ملت ایران میهن پرست شد. از نظر من در هیچ برهه از تاریخ ایران، در هیچ زمانی اینقدر ملت ایران میهن پرست نبوده، واقعا نبوده به نظر من. و متاسفم که نه رضا شاه بزرگ، نه خدایگان آریامهر بزرگ یک چنین با یک چنین ملتی همکاری نکرد، با یک چنین ملتی نتونستن کار کنن. خب نبود، ملت شعورش نمیرسید. اگر این شعور سیاسی و این عرق ملی که امروز ایرانیان در داخل و خارج از کشور دارن، مجموعاً ایرانیانی که به هر حال شناسنامه ایرانی دارن، شرف ایرانی دارن، ایرونیان، ایران نه یه مش حقوق باز مسروق چیه دروغگو خائن، واقعا ایرانی هستن و به مشروطیت اعتقاد راسخ دارن، اعتقاد دارن، واقعا به مشروطیت اعتقاد دارن، اگر این فهم و شعوری که الان ما داشتیم در دوران شاهنشاه داشتیم، مثلا فرض بفرمایید این میزان آگاهی که ما داریم، الان ما جای دوری هم نمیرم، میگم انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم، میدونید ایران الان به کجا رسیده بود، میدونید ما الان در کجای قلعه جهان قرار گرفته دیم. حالا به هر حال
بی هرچی بگیم دپرس میشیم و حالمون بدتر میشه و برام قلبه میگیریم. بنابراین ملت ایران میهن پرست شده. منتهی مراتب این همه یه قضیه نیست. مثل که شما یک ماشین خیلی شیکی داری، هر روزم که نگاهش میکنی حال میکنیم اینه عجب مثلا بنزی، عجب BMW، عجب چه بدونم، حالا هر ماشینی که مورد علاقتونه، عجب کدیلاک شیکی، ولی این ماشین سویچ نداره. ماشین به اون بزرگی، به اون زیبایی که برق میزنه، این معطل فقط یه سویچه، یه تیکه آهن که تو اینو تق یه استارت بزنی راش بندازی، اون استارت میشه هوشیاری ملی. اون هوشیاری ملی هنوز داره لنگ میزنه. ما رو چپمون هنوز پای چپمون هنوز داریم لنگ میزنیم به نظر من. شایدم نباشم، ولی من به هر حال وظیفه خودم میدونم که بگم. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که بحث ما برسه به سر جریان هوشیاری ملی. چرا؟ به دلیل اینکه تایم ما داره میره، زمان داره میگذره. ملت علاوه یک فرمان این رو به اصطلاح همین جریان کارزار سه ماهه رو اعلام فرمودن. حالا من نمیگم علازت فرمودن در این سه ماه کار باید تموم بشه، اگه تموم نشه من میرم میگیرم تو اتاقم میگیرم میخوابم و گروه باباتون رو شما هم ایران آریای جمع کنید برید. نه، موضوع این نیست. به هر حال از یه جا باید شروع بشه. این یه شروعه، یه شروعی هستش که بالاخره ما مدام ما، حالا من که نه، ولی به هر حال شما مدام هی نق میزنید که یه شروعی باشه، علازت از یه جا یه شروع بکنن، یه چیزی بگن. خب گفتن دیگه، الان بفهم علازت فرمودن. حالا ببین چه جنگولک بازی رو افتاده. به جای اینکه الان همه بیان شال و کلا بکنن، همه یک دهن یک صدا، همین ماهایی که ادعای مشروط خواهی میکنیم، بیایم یک صدا همه دست به دست هم بدیم، این پیام رو پخش بکنیم، مردم رو تهییج بکنیم، مردم رو به این باور سیاسی برسونیم، این ترس و این رخوتی که در مردم، در وجود مردم نفوذ کرده، اینو از مردم بکشیم بیرون و مردم رو وادار کنیم با فرمول، با راه‌های صحیح مبارزاتی از طرق مختلف. به هر حال هر کدوم از ما یه راه‌هایی رو بلدیم دیگه. خب من که میام میشینم اینجا ادعا میکنم، میگم من 30 سال تو آلمانم و آی من این تو این رادیو حرف زدم، بالاخره من یه چیزا یاد گرفتم دیگه. بابا من از خیلی از اینا پیشکسوت ترم که حالا گردرا رسیدم بی خودکی. خب بشگل به مردم آگاه کنیم و بیچه حلبی سازی اونجا بشینیم، اینجا با هم قصه حسن کچل بگیم، اونجا بشینیم راجع به شهرزاد قصه گو بگیم، بعد اون یارو توییت بده بیرون، بعد بگه وح 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 چه توییتی داد بیرون، خیلی درش بود، همچی مثل چاقال وادون حال داد جون شما، بعد اون بیاد اینجوری بگه اصلا آخه چرا اصلا چرا ما داریم وقت کشی میکنیم، چرا ما این آزار داریم مگه؟ آخه شاه مملکت اگه ما قبولش داریم، شاه مملکت یه دستوری دادن همه میان پرستان باید پشت این جریانو بگن بریم جلو دیگه، جلسه بود توماچ بکن ماماچ بکن، برای چی؟ بعد ما بشینیم برای چی اصلا بشینیم چی بگیم؟ بعد تازه از تو چی بیاد بیرون؟ تازه به این نتیجه برسن آقایون، به این نتیجه برسن که بریم بشینیم بغلس حزب مسروقه، خیلی دوستان خوب ما هستن، او دوستا بیان به منم فشار بیارن، آقا رضا، آقای عمو رضا، رضا احمدی، بله دیدی از این آقای کیانی تعریف میکنی، بله دیدید شد رفیق حزب مسروقه. خب بچه‌ام راست میگن دیگه، آقا ببخشید ما میگیم دیگه، تا این لحظه یک دقیقه بعد چی بشه من نمیدونم، خدا رو شکر همیشه این مهر ما تو مسجد گذاشتین. بله به هر حال نخوردیم نان گندم، دیدیم دست مردم، به هر حال از هم میهنانمون برخورد، ما یه چارت به در سوخته بازی یاد گرفتیم، راه فرار برای خودمون گذاشتیم. بله این فوتبال خودش یک سیاسته، چون انگلیسا درست کردن دیگه فوتبال مدرنی که امروز می‌بینیم، یا چین اومد اینو چرت و پرت، اون فوتبال نبود، اون چیز دیگه بوده. این فوتبالی که امروز می‌بینید 11 به 11 بازی می‌کنن و رو زمین چمن و چند متر باشه و فلان، این تمام قوانینش مال اتحادیه بهش میگن اتحادیه فوتبال انگلیس 1863 همچین چیزی، به هر حال مال قرن 18 انگلیسا این فوتبالو که آوردن، این یه سیاسته. کسی که فوتبالیسته باشگاهی بازی کرده میدونه این یه سیاست فوتبال، 90 دقیقه با یه توپ 22 نفر باید طوری این با این بازی بکنن که این فقط یه بار بره تو گل، حالا 10 بارم میره اون، ولی اون گله مهمه. تمام دعوا سره که تو این توپه رو این چرمو بکنی تو اون 7 متر جلو، بعد خیال میکنی که با اون چیزی 7 متره یه تقه بزن میره تو گل. خب بزن ببینم. او خدا رو شکر حالا ما یه 4 لگد به این توپا زدیم و خودش یه سیاست، خیلی چیزا یاد گرفتیم تو این زمین، و برای همین میگم آقا ما تا
این لحظه میگیم ما فردا چی بشه من نمیدونم، من پشت صحنه ها رو نمیدونم، مگه بچه ها که ما اینا رو این برامه گشتیم اینا لو بره که به هر حال اینا که از ایران اومدن خارج از کشور کیان چیان، عکساشون میاد، صداهاشون میاد، فیلماشون میاد، مدارکشون میاد، اسنادشون میاد، بچه پروبازیاشون میاد، این ور اون ور میاد، بعد کچلوار نخست وزیری برای خودشون دوختن میاد، بعد خیلی چیزاش میاد، بعد وقتی که بالا پایین میکنی میبینی خودشه، خود خودشه، پول از چپ اسرائیل میاد تو بروکسل پیش اون بشکهه، اون بشکهه ول میکنه یه مقدارشو لجنجلس، لجنجلس پخش میکنه تو لاتولوتا، لاتولوتا هم پخش میکنن این بر اون ور، یه دفعه میبینی که تظاهرات گذاشتن فراجناهی، خیلی بدجوری فراجناهی، تو بمیری. بله بریم فرمان اعلیحضرت رو هم گوش کنیم. جناب مهندس شماره یک رو لطف محبت بفرمایید، دستتون درد نکنه. توجه توجه، فرمان ملوکانه پادشاه ایران اعلی حضرت همایون شاهنشاه سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم پادشاه ایران می‌فرمایند زادروز قهرمان سربلند وطن مجید رضا رهنورد است و ایرانیان آزادی خواه و میهن دوست یاد او را در سراسر جهان گرامی می‌دارند. زادروز مجید رضا را به شروع کارزاری 3 ماهه بدل کنیم و با برنامه ریزی، سازماندهی و همبستگی بیشتر آماده اعتراضات و اعتصابات در سال روز جاودانه شدن مهسا امینی شویم. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. امروز فرمان شاه داریم، حکم قیام داریم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. به هر حال به گفته جناب سیاوش مهندس عزیز خیلی قشنگ ساده و خلاصه و مختصر من برای شما فرمایشاتشون چیز میکنم، دوبله میکنم براتون. آقا هر کاری کردن تو این 44 سال که رضا شاه بزرگ و خدایگان آریامهر بزرگ رو در پیش ملت ایران تخریب کنن نتونستن. خیلی پول خرج کرده امریکا و انگلیس، مخصوصا انگلیس دنبوریده، معمای شاه درست کردن، صدها سریال درست کردن، قهوه تلخ بود چی بود، یه مشتم ایرانیه دانید که نفهم خارج از کشور دور از جون نفهم رزا این یارو قهوه میخوره تیکه میندازم کی بازه میکنه مهران و مدیری ببین چه تیکه های میندازه. خب آقا شعور مولوی بزرگ فرمود هرچه میگویم به قد فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. من ورم قلوه گرفتم حدسه هرچه آدم نفهمه. به هر حال ایشون درست میگن، آقا هر کاری اینا کردن رضا شاه و خدایگان رو تخریب بکنن، 44 سال جزوه چاپ کردن، سریال درست کردن، فیلم درست کردن، هر چی دروغ از دک و دهن این بیناموسا در اومد، از توده یا همیشه خائن، مصدقی های ایران برباده، آخوند بیناموس، کمونیست بیناموس، مجاهد بیناموس، تروریست و سایر اراذل اوباش، هر چی دهنشون در اومد به پادشاه گفتن، دیدن اصلا مسیر برعکس شده. هر چی دارن به شاه و رضا شاه بزرگ و خدایگان آریامهر بزرگ بعد بیرا میگن و فوش میدن و تخریبش میکنن و واسه دارن سنت سازی میکنن، ملت بیشتر قربون صدقه این دو عزیز داره میره. گفتن آها پس نشد، آها تیرمون به سنگ خورد، چیکار کنیم؟ آقا بریم جانشین این جریان رو تخریب کنیم. کجاست؟ خارج از کشور. بریم دورش بر کنیم. معصوم قمی رو بفرست، دم بده جانم امیر عباس شرم‌آور، دم بده جانم لگن فروش دوستا تو خونه رفت، دم بده جانم بدین بیا به اسم مشروطه چی بدین بیا، مسروق چیا رو بفرستید بیا، داروش همایون بده بیا،
این یارو کی بود یا کی هست؟ شهریار آهی، بده بیا، بده بیا، نفر بفرست مونس نفر بعد. بعد اینقدر بیشعورم، اینقدر بیشعورم که البته خدا رو شد، خدای صد هزار مرتبه شد، با همه بدی که بدبختی که آوردیم، بدشانسی که آوردیم، گیر یه مش آدم بیشعور افتادیم. اگه اینو شعور داشتن مثل مشروط خواهان واقعی و مثل میهن پرستان، اون موقع چه خاکی به سر اون میریختیم؟ تو حسابشو بکن، مسروخ چیا به اندازه میهن پرستان شعور و شرف داشتن. خودت دیگه خر بیار باقالی بار کن. خب رفتن مصر، شهبانو با همه عکس میگیرن، دیدار خصوصی با شهبانو. چرا این پرت پلا میگی؟ چرا داری چرت بهت میگی؟ مرد که با اون دک و پوزه. برحال حضورتون عرض کنم که هر کاری کنده نشد، حالا اومدن پسر رو تخریب کنن، نماد این جریان رو تخریب کنن. از این ور آدم میفرسن، از اون ور آدم میفرسن، از این ور آدم میفرسن. شازده شازده یه جلسه گذاشتیم، باقالی پلو داریم میدیم تو جلسه با کشمش. خب ایشون بگه چی؟ بگه نمیام. شازده باقالی پلو دوست نداری؟ خب بعد میگه میام، چرا دوست دارم، خیلی خوشمزه است. حالا یه گروه دیگه میام، شازده شازده آبگوش گذاشتیم، آبگوش بار گذاشتیم، خیلی بجوری خوشمزه است، میخوای همچین سنتی تیلیدی حال کنی؟ خب چی بگه؟ شاه من میگه، میگه آبگوش دوست ندارم. خیلی باش، میام آبگوش دارم میخوریم دیگه. چی؟ شازده شازده یه جلسه هست، یه 3-4 نفر از اونورم اومدن، از زیرم اومدن، از بالا اومدن، پایینم اومدن، شما هم بیا. خب چی باید بفهم؟ بگم بگن که آخه بچه جان، آخه بچه بچه جان، من به دنیا اومدم برای پادشاهی. You understand me؟ هستو میش فرشتندن؟ کپیتو؟ میفهمی من چی میگم؟ من نگاه به کی دارم؟ با زبونه خارج آگه صحبت میکنم. بچه جان، من رضا پهلوی در کاخ به دنیا آمده ام. من پدرم شاه بوده است، مادر من شهبانو بوده است، عمه و عمو و پدر بزرگم، جد و آباد من با سند و مدرک بر ایران درب داغون شده، مفلوک شده، اسیر شده، له و لورد شده، بدبخت شده حکومت کردن. از اون طویله کشوری ساختن که رؤسای جمهور امریکا، نخست وزیر انگلیس، اون ملکه، صدر یا رئیس اتحاد شوروی، رؤسا جمهور و نخست وزیران فرانسه، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر ایتالیا، پادشاه اسپانیا، امپراتور ژاپن، رئیس هیئت قهرمان خوشبختی چین، از تمام دنیا، عرب، مغول، هر کی، چشم آبی، چشم سبز، چشم سیاه، چشم بنفش، سرخپوست، نیمرخ، پررخ، همه اومدن تو کاخ سفید، دست و پای پدر منو بوسیدن. بعد من اینا رو به چشم دیدم. من در کاخی که بودم، در اون خونه، خونه بزرگه، شما بهش میگین کاخ، یه خونه بود، از خونه شما بزرگتر بود، یعنی اونم خونه بود، سقف داشت، شیشه داشت، پرده داشت، لاف دوشک داشت، اونم خونه من بود، منتها به خاطر اینکه من متاسفانه ولی حتی شما بودم، خونم بزرگتر بود. من در اون خونه اقلا 300 تا از رهبران بزرگ جهان رو نه فقط دیدم، باهاشون نشستم، ناهار خوردم، صبحونه خوردم، شام خوردم، صحبت کردم، از هر کدومشون یه لغت یاد گرفتم، یک لغت، نمیگم بیشتر. بعد اومدم خارج از کشور، 40 سال تک و تنها بدون پدر، مادرم هم که ازم دور کردن، با 1001 بدبختی، با داشتن 3 بچه که با قمه و تیر و تفنگم پشت سرم، هم خودم رو بزنن، زنم رو بزنن، بچه هم دیدی دیگه، مادر رو میخواستن بزنن، هزاران دفعه جونم تو خطر افتاده. ببین چقدر قشنگ خودم رو سالم نگه داشتم. یک عکس از شاهزادتون، از شاهتون، از این آقا رضا پهلویتون، هر اسمی میخواییم واسه من بذارید، یک عکس تا حالا از من در روزنامه ها مجلات چاپ نشده که من یه ور کتم اینطوری شده، یه ور کراواتم اینطوری شده، سنجاق رو کتم اونجوری شده، استفراغ دارم میکنم، عرق خوردم، مثلا سکندری خوردم زمین، زیرشلواری پوشیدم، 6 تا مثلا زن اون کاره زیر بغلم گرفتن، همیشه جنتلمن، شیک، ترتمیز، فرانسوی، انگلیسی ریختم از دهن بیرون که همشون کف کردن. خلبانم هستم، ورزشکارم هستم، سالمم هستم، این تیپمه، این قیافمه، این اسممه، این شخصیتمه که هنوز بعد از 40 سال، 44 سال هر جا در دنیا میرم
از بزرگ و کوچیک و چاق و لاغر و بلند و آبی و سبز و بنفش و سیاه و آفریقایی و اروپایی و آمریکایی و آسیایی در برابرم خم میشن. رژیمی که به قول خودشان 44 ساله با انقلاب رفته، یعنی در دنیا سابقه نداره. یه آدمی که پدرش نه خود من، پدرم شاه بوده، من که نبودم، پدر منو 44 سال پیش با انقلاب از ایران بیرون کردید، بهش گفتید تو اخی، تو آدم کشی، تو دزدی، تو هرچه دهن تو در اومده گفتین، پسر اون آدمی که من باشم نه تنها خودمو پر تمیز نگه داشتم، بلکه هنوز مورد احترام که هنوز پا میذارم تو کشورهای منطقه، هنوز به من میگن اعلی حضرت، هنوز میرم مونیخ، میرم روم، میرم اورشلیم، میرم لندن، میرم بروکسل، میرم هر کجا میرم به من میگن اعلی حضرت. بعد ایرانی بیشور به من میگه آقای پهلوی. خب بعد انجوجک، تو اومدی خارج از کشور، از داخل انجمن اسلامی یا الا از هر جا، وزارت اطلاع، بالاخره عضو اونا بودی، پاست دادن خارج از کشور، تو خیال میکنی من نمیفهمم تو از کجا اومدی بغل دست من میخوای منو تخریب کنی؟ این همم انگولک کردید که بین من و بچه‌هایی که من میدونم اینا چقدر میهم پرستن و حق دارن حرفایی که میزنن، این همم سعی کردید بین من اونا رو تخریب بکنی. بابا بفهمید من مثل پدر بزرگ من 50 سال از نسل خودش بیشتر میفهمید. یعنی پدر بزرگ من زمانی که رفت تو مجلس گفتن آقا تو شاه بشو، گفت باشه، حالا که شما میگید من میشم شاه، پدر بزرگ من اون موقع مغزش به اندازه سال 1350 بود. پدر من شهریوری 1320، مغزش به اندازه 1357 بود. حالا ببین من مغزم کجاست، من دارم ایران 40 سال دیگه رو نگاه میکنم، نه ایران الانی که رژیم رو ببریم و بردن رژیم هیچ کاری برای من نداره، ساختن ایران هم برای من کاری نداره، من یه بشکن بزنم 100 بیلیارد میاد الان میریزن زیر پام همین امریکایی ها. این کارخونه های ورشکست شده اروپا و امریکا الان خداشون من پام بزنم ایران زیر کف پای منو بلیسن، خودشون امنیتمو در نظر میگیرن، خودشون ساواک برام درست میکنن، خودشون پنجمین ارتش غیر اتمی جهان چیه، اولین ارتش اتمی جهانم برام درست میکنن، بهترین نیرو دریایی، بهترین هوایی، بهترین زمینی، بهترین ژاندارمری، بهترین شهربانی، بهترین مدارس، بهترین دانشگاه ها، از بندر عباس میدم واسهتون پل بزنن تا دبی که اصلا تو آب نرید، از رو پل رانندگی کنید. آره مثل این پل سان فرانسیسکو هست که هر شب عده‌ای میرن و میان. خب دریاچه رضایی چیه؟ 500 تا دریاچه رضایی براتون درست میکنم، 400 تا گاوخونی براتون درست میکنم، 2000 دفعه آب دریای مازندران رو بنده میریزم تو کاستون، اینقدر خاویار میدم بخورین که قیافتون بشه شبیه خاویار. میتونم این کارو بکنم؟ نمیکنم. چرا؟ به دلیل اینکه باید بفهمید که من دارم بهتون چی میگم. این یه قسمت از هوشیاری ملی جناب مهندس. دو و سه رو لطف محبت بفرمایید. بچه زنگم بزنید. کف کردیم از دست هرچی نفهمه. به نام خدایان ایران، روزگاری آنچنان غافل ز عقل خود شدیم، همچون یک دشمن بر آن خدای خود شدیم، بیگمان از آن خدای بیبدیل و بی‌نظیر غافل شدیم، بر شاه و میهن ما جملگی خائن شدیم، کاش می دانستیم که آن شه میهن پرست آریا خود خدا بود و خدا بود و خدا. با درود به روان دو خدای اینا زمین، رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریا مهر بزرگ، آروشا ده ساله از کرج.
سپاس از شما جناب مانسیاش گرامی. فعلا سری اول نقاشی ها رو بچه ها رو پخش کردیم، سری دومش هم پخش خواهیم کرد. آروش از کرج هم که پیام گذاشت، اینا دوستای کوچولوی منه، دوستای عزیز من. یه روزی همشون میگن که بله یه عمورزایی بود و ما نقاشی میفرستیم و برامون پخش میکرد، که اون موقع دیگه خودتون همه شدید ماشالله، هزار ماشالله، دختر خانوما و آقا پسرای آینده ایران، هنرمندان و ورزشکاران و اساتید دانشگاه و وزیر و نخست وزیر، و به هر حال همتون دارای پست و مقامی میشید و ایران خوبی رو خواهید دید. و یاد کنید همیشه از این لحظاتی که مبارزین مبارزه کردن. باریکلو به همه بچه‌ها، حالا سری دوم پخش میکنیم. به هر حال عرض کنم حضور شما، بنابراین باید هوشیار باشیم. هوشیاری ملی بسیار بسیار مهمه و اگر هوشیار نشیم، بدون تعارف بهتون بگم، اعضاتم تشریف بیارن و بسازن و فلان و اینا، شکم دو مرتبه سید میشه. بعد حالا دختر ایشون به عنوان ملکه مملکت میخواد به تخت سلطنت بشینه و با روش های خودشون کشورداری بکنن، دوباره میریزین تو خیابون و ما تو رو نمیخوایم و اصلا پهلوی بد است، خیلی بدجوری بد است. چرا؟ چون مجددا چلو کباب و جوجه کباب رفته تو معدمون، برام قلبه گرفتی. اما اگر ملتی هوشیار باشه، اون موقع متوجه میشه که آقا جان در هر زمانی یک سیاستی خاص خودشه. میان مدام ایراد میگرفتن آقا این هویدا نخست وزیر شاه بود، خب پس هویدا نخست وزیر ننت بشه، خب شاه باید، پس شاه باید چیکار بکنه؟ شاه نباید نخست وزیر رو انتخاب میکرد؟ شاه مملکت اگه میخواست بگه که نخست وزیر رو مردم برین رای بدین، کی میومد اونجا میخواست رای بیاره؟ کی قرار بشه؟ شاپور بختیار، از این مصدقی ها؟ خب دیدین دیگه آقا مملکت رو، مگه روزای اول شورش 57 مملکت دست کی بود؟ دست آخون بود؟ نه خیر، دست مصدقی ها بود. چه کردن مملکت رو؟ آشیخ مهدی بازرگان چه بلایی بر سر مملکت ها بود؟ تمام کابینه بازرگان رو برید نگاه کن، کریم سنجابی، داریوش فروغر چماخکش، شایگان، عزت الله صحابی، ید الله صحابی، اون یکی مرد که میرسلیم و و و امثال هم، همه حالا عرازل اوباش، امیر انتظام. خب چه کردین؟ بالاترین میزان اعدام در دوران مصدقی ها بود، مگه نبود؟ خب شاه مملکت نخست وزیر انتخاب میکرد، از بین اونم آدم پیش خودشون ایشون بود آقا این به درد این الان کار این میخوره، آقا برو کابینت رو درست کن. کجا شاه میگفت حسن بذار تو کابینه، حسین رو بذار تو کابینه؟ مگه در کابینه همه نخست وزیر ایران توده ای ما نداشتیم؟ مذهبی مگه نداشتیم؟ ما وزیر داشتیم در همون مملکت که توی دفتر کارش نماز میخوند، شاه دخالت میکرد؟ بعد داشتن خدمت میکردن، زنده یاد خلدبری خدمت نکرد به ایران، سایر وزرای اون مملکت خدمت نکردن به ایران، خیانت کردن به ایران. خب اگه خیانت کردن، چرا پس ایران تبدیل شده به پنجمین قدرت اقتصادی و قدرت نظامی و قدرت سیاسی جهان؟ پس چرا رو ما اینقدر حساب میگه؟ پس چرا پاسپورت ایرانی اینقدر اعتبار داشت؟ رو حساب چی اینقدر پاسپورت ایرانی اعتبار داشت؟ رو حساب شاه مملکت و نخست وزیر و هیئت دولت دیگه. پس رو چه حسابی؟ پس رو حساب خسرو گل سرخی که بگه من از مولای متفقین رسیدم به اون یار مرکه به مارکس؟ آخه نه دیگه، آخه یه چیزی بگیر که بگنجه. شاه مملکت نخست وزیر انتخاب میکرد، نخست وزیرم کابینه‌شو انتخاب میکرد. بعضی موقع ساواک یه گزارشاتی میداد آقا این مثلا این یارو یه ذره اینجورکیه، علازدم تازه یه توجهی میدادن آقا حواست به این وزیرت باشه و حواست باشه به این. برای چی؟ برای ساختن مملکت. خانواده پهلوی فقط میخواست ایرانو بسازه، همینو بس، هیچ هدف دیگه‌ای نداشت. هم رضا شاه بزرگ هم خدایگان آریامهر بزرگ ثابت کردن ما برای تاج و تخت نیومدیم شاه بشیم. آخه بیشورا اگه قرار باشه که من محمد رضا شاه پهلوی، من رضا شاه برای تاج و تخت به جنگم و به اصطلاح حواسم فقط به تاج و تخت باشه، من دیوانم بیام برای شما راهن بزنم، من دیوانم بیام برای شما اون همه امکانات بزنم، دانشگاه بزنم که تو با ثبات بشی بعد بیای به من خوش بدی؟ همون اکابرم زیادتون، همون میگم ترکم میدونم دست آخوندان میگم بزنید اینا رو. خب من اومدم ایرانو بسازم، من که من اون تاجم که گذاشتم رو سرم اون یه سمبولی بود بخاطر اینکه من پادشاه شما، بعد چی بزنم رو سرم؟ قابلا بزنم رو سرم؟ و شاه هم دیگه.
بعد من اومدم ایرانو براتون ساختم، من چه اشتباهی برش به شما کردم؟ من چه کار خطایی کردم؟ خطای من محمد رضا شاه پهلوی چی بوده؟ خطای پدر من رضا شاه چی بوده؟ هیچ. خب چرا اینجوری جفتک انداختید؟ شعور اجتماعی پایین بود به خاطر اینکه هوشیاری سیاسی نداشتین. اولا میهن پرست هم نبودین، یه جمع خیلی کمی میهن پرست بودن، اون میهن پرستی هم یاد نگرفته بودین. کجا کدوم میهن پرستی؟ ما سنمون رو میزدن، تمون رو میزدن، همش تو مسجد پای منبر آخون بودین، سینه میزدیم تو خیابونا، زنجیر میزدیم. آقا خود من نمونهش، من زنجیری که به پشتم میزدم، اون زنجیر رو من به یابو میزدم، با لگد میزد پرت هم میکرد به دیوار، چنان سینه میزدم که اون سینه رو من میزدم به خر قبرسی میشد، خر ژاپنی. آقا مملکت گرفته بودن، 1400 سال اسلام به ما حکومت کرده بود. مگه شوخیه؟ مگه پهلوی و رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ، مگه اینا شعبده باد بودن که با یه بشکن بگن عجیم عجیل آترجی بتونن این بساط کسافت از رو سر ما ببرن؟ طول میکشه، زمان میخواد تا تو به یه ملتی بفهمونی آقا جان تو رو سننه، به تو چه مربوطه؟ تو خودتو چسبوندی به اسلام. بابا تو دین و آیین داشتی، عرب هیچی نداشته، عرب متپرست بوده. عرب خودشون میگن، من که نمیگم، اون راهزنه میگفت، میگه که بچه ها دخترها رو چال میکردن. ما کجا دخترمون رو چال میکردیم؟ بهترین وزرای مملکت ما زن بودن، ما ملکه زن داشتیم. زنان ایران در دربار ساسانیان، در دربار هخامنشیان، در دربار اشکانیان رفت و آمد چیه؟ قدرت داشتن، قدرت سیاسی داشتن، نقش سیاسی داشتن. زن ایرانی دارای نقش سیاسی بوده، اون زن رو کردنش تو گونی، ازش فاطمه و سهرا و نمیدونم معصومه و همه این اراذل و باش که اصلا معلوم اینا کیان برامون ساختن، اصلا یادمون رفته. ماندانا اسامیمون شد فاطمه و خدیجه و سقرا و کبرا و معصومه و زری رخشور و زرا رخشور و تموم شده را. بعد هیچ کس هم نیومد به داده اون برسه. یه نفر مثل احمد کسروی اومد زدن تیکه بارش کردن، صادق هدایت بدبخت در رفت و بقیه شون چه کار رسید به استاد فاضلی؟ نه فقط ایشون، بقیه شون دکتر مسعود انصاری یه نمونش و بقیه، هر کسی اومد، هر چند سال یکی اومد به ما بفهمونه بابا دروغه، سرتش دروغه. نمیفهمیدیم. چرا نمیفهمیدیم؟ چون میان پرست نبودیم. وقتی میان پرست نبودیم خب هوشیارم نیستی دیگه. همه نگاهامون به کجا بود؟ با هر بدبختی هست پدر رو بفرستیم یه آخر عمری بره خانه خدا. خانه خدا برای چی؟ بعد خودمون با دهن خودمون میگیم چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است. خب اگه تو که لالایی بردی چرا خوابت نمیبره؟ اگه چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است، بس تو به گور پدرت میخوادی باباتو میبزی بری مکه، فرش زیرت بفروشی بری مکه. این شد عقل؟ بعد فیلم ایرانی هم براتون میساختن، میگفت من که بدبختم بیچارم یه مقداری پول دارم، به لوتی محل میگفت همه اینا رو بفروش برام روز نماز بخر. خب ما اینو بریم به کی بگیم؟ بری به یه آخوندی بگی این 10,000 تومن بابای من یه چیزی بوده 15 سال روز نماز بده کاره، باشه بذار زیر توشکچه من براش نماز میخورم. یارو مرگه مرده رفته زیر خاک، بابای من مرده رفته زیر خاک، من رفتم به یه آخوندی پول دادم میگم برای اون مرده نماز بخون. آقا برین عقلتون رو نیم تخ بندازین، حالتون خوش نیست؟ تب داری آقا رضا؟ جناب مهندس بریم تو 4 و 5 دست گل درد نکنه. با درود بر شما عمو رضا، من شما را خیلی دوست دارم. من همیشه همراه مادرم و پدرم برنامه شما را نگاه میکنیم. پاینده ایران جاوید شاه. سلام عمو رضا احمدی، من نگار 8 ساله از مسجد سلیمان هستم. خیلی خوشحال شدم که نقاشیمون نشون دادیم. من شما را خیلی دوست دارم. پاینده ایران جاوید شاه. من خیلی پادشاهمون رو دوست دارم. دوست دارم زودتر برگرده به کشورمون. دوست دارم همه چی زودتر خوب بشه. عمو رضا من دوباره نقاشی میکشم براتون ارسال میکنم. خدا حافظ.
سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. آفرین 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 آفرین، براو براو، هر روز قشنگتر از روز قبل. باریکلا. اینا دوستای کوچولوی منن، پیام میفرستن. باریکلا از مسجد سلیمان هم پیام فرستاد، از کرج هم فرستادن. مرسی از همین بچه ها، رو ماهتون رو میبوسم. نقاشی هم بکشید بفرستید واسه امورزا جاویدشا یادتون نره، اسم کوچک، شهر، سن. باریکلا آفرین. همه هم بچه ها رعایت میکنن، خیلی بچه های باهوشی و بسیارم کارتون قشنگه، خیلی خیلی بچه های هوشیاری هستید. آفرین باریکلا، این نسل آریاییه. آفرین آفرین باریکلا باریکلا، برابر برابر. عمورزا خیلی بهتون افتخار میکنه، همه به شما افتخار میکنن و باریکلا به شما عزیزان که گوش دادید، نقاشی کشیدید و اینطوری پشتکار دارید. باریکلا از سراسر ایران همین کارو بکنید، نقاشی بکشید و هرچی دوست دارید بکشید، فقط اون جاوید شاه رو بنویسید. بنویسید میگه امروزه گفته بنویسید. آره باریکلا آفرین. خب ببینید نوجوانان و جوانان، بچه‌ها حواستون بدین به من، این دستتون رو بردارید از این دکمه ها، الان شروع شدن دارین تکس به هم میزنید، حواستون بدین به من، یه نفس عمیق یه لیوان آبم بنوشید و بیاین دو برنامه. ببینید ما میهن پرستان واقعی به خاطر ایران با هیچ کس رو در وایسی نداریم، با هیچ کس، با هیچ مقامی، با هیچ شخصی، شخصیتی در دنیا رو در وایسی نداریم. اون که میگه من میهن پرستم باید بد و بگه بد، خوب و بگه خوب. آن چیزی که بد است بد است. هزار نفر بیان، 100 میلیون بیان، 7 میلیارد رو کره زمین بیان بگن آقا این خوبه، میگی نه آقا جون این بده، نه که لج کنی، با حساب و کتاب این بده. بدو بگید بد، خوبو بگید خوب. عقده شخصی نداشته باشی، با کسی کینه ورزی نکنی. من و ما میهن پرستان با هیچ کس عقده شخصی نداریم، کینه از کسی نداریم، چون میهن پرست کینه ای نمیتونه بشه، عقده ای نمیتونه باشه. ما به خاطر ایران وقتی ببینیم یه عده قدم میذارن جلو، کشور رو میخوان نجات بدن، باید دستشون رو بگیریم، باید پشتیبانی ازشون بکنیم، ولو اینکه از این افراد بدمون بیاد، شخصا بدمون بیاد، مثلا از قیافه یه نفر ما بدمون بیاد، از تیپش بدمون بیاد، از تون صداش بدمون بیاد، از یه چیزی این بدمون بیاد، اصلا خوشمون نیاد. آدمیزاد دیگه، مثلا شما دیدی دیگه یه هنرپیشه ای رو آقا تو هر کاری میکنی از خوشت نمیاد، یا یه خواننده ای رو، یا یه اصلا بین دبیرای ما، مثلا بعضی از این دبیرا رو ما آقا مثلا من خودم خوشم نمیاد از این، اصلا این کلاس درس این برای من میشه زهر ما، از تیپ این معلمه من خوشم نمیومد، حرف زدنش، راه رفتنش، اصلا استیلش. مثلا دیدید از بعضی فوتبال، من هیچ وقت از مارادونا خوشم نمیومد، اینا بهتون بگم، هیچ وقت من هیچ وقت اصلا از این جونور خوشم نیومد، بهترین فوتبالیست دنیا بود، من هیچ وقت از این خوشم نیومد، حقیقت به شما بگم. این زائقه است، اما این دلیل نمیشه چون من از مارادونا بعدم میاد بگم عجب نه فوتبالیست هم نبود. نه آقا نمیشه، با تکنیک ترین فوتبالیست قرن بود و هنوزم نیومده، شاید تا چند ده سال دیگه هم رو دستش کسی نیاد، میشه عجوبه ای بود واقعا، مثلا توپ اصلا بهش به پاش چسبیده بود. بنابراین ما خوبو میگیم خوب، بده میگیم بد. ما میگیم آقا الان کشور در شرایط انقلابیه، هیچ کس هم نمیتونه منکرش بشه، فقر و بدبختی و بیچارگی و فلاکت مملکت گرفته. آقا دیگه برق تهران رو نمیتونن تامین کنن، چیکار میکنن؟ میگن تعطیلی، 2 روز همه ایران تعطیله. چرا؟ نی بیرون خیلی گرمه، میگی مردم نیان بیرون یا خدای نکرده به پوستشون آسیب برسه. دروغ، لعنت به روح بنیانگذار جمهوری کسابت اسلامی، دروغ، لعنت به پدر مادر داداشته علی شیره‌ای. آقا مملکت فلج شده، هیچی دیگه ندارن، انقدر از بودجه اون مملکت دزدیدن، 123 میلیارد سر از کانادا در آورد، 200 میلیارد سر از آلمان در آورد، 400 میلیارد برد در انگلیس، بچهای رفسنجانی انقدر دزدیدن دیگه معلوم نیست اینا کجا ملک و املاک دارن. خیال میکنید حمید پاهنداز صدقه سر کی شد؟ حمید پاهنداز صاحب 4 تا تلویزیون شد، پولای اکبر دزده، لگن فروش دز از کجا آورد طویله زد، یارو مهندس حشره از کجا آورد طویله زد، بقیه تو لندن از کجا آوردن طویله زد. شما خواهی میکنید بنگاه لجن پراکنه بی بی سی از یه رادیوی شلخته یه دوزاری یه تق 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 این تا صدای بی بی سی هست دین دین دین، این یه ها چجوری تبدیل شد به تلویزیون که اون یارو پسر
مردی که جونه بره بره به تمرگ اونجا پاشو بندازه رو پاش با اون خون سردی صحبت کنی. این پول ها کجا اومد بابا؟ پول نفت ملت ایرانه، اون پولیه که امروز تو کلت کردن تو سد آشغال. از صدقه سر شما لندن کوهاش هم اتوبان شده، از دولتی سر شما ملت ایرانه که تو آلمان تو هر دهاتش میرید دوتا بیمارستان داره. دولتی سر شما ملت ایران اروپا آباد شد. دولتی سر شما ملت ایران سوئد به آب و علوفه رسید. اینا پخی نبودن بابا. من خودم 86 اومدم آلمان، آلمان چیزی نبود. من با چشمم برلین دیدم، چیزی نبود. برلین تهران 1357 بود به شرفم ای دروغ بگم. فقط ماشیناش مدرن بود بخاطر اینکه ما دیگه مملکتمون به هم ریخته بود. من چیزی ندیدم که تو برلین که اوه به به چی نبود. هیچ چیزی که ما رو بگیره اینا اون تعریف اروپا هیچی نبود. تیپ مردم، لباس پوشیدن مردمشون توی برلین عین دهاتیا بود. خدا شاهد دروغ بگم. بچه‌های ایران تیپ می‌زدن که اینا اصلا نفهمن تیپ زدن یعنی چی. بلد نبودن چی رو با چی بپوشن. پالتو پوش نبودن اینا. حالا ببین سگش هم داره چه جواب می‌خوره. دولتی سر کی؟ دولتی سر ملت ایران. چرا؟ چون ما هوشیار نبودیم. بنابراین ما با کسی سر دعوا نداریم. ما میگیم آقا جان الان مملکت در حالت انقلابیه، ما باید مردم رو تهیج بکنیم، ما باید مردم رو خولشون بدیم بکشیم بیارمشون تو خیابونا. الان وقت این نیست بشینه واسه هم دیگه قصه بگیم. چه قصه ای؟ من بیام راجب چی صحبت کنم چه قصه ای بشینیم برای هم بگیم؟ تازه از اون گذشته میخوایم بشینیم قصه بگیم. خب قصه های قشنگی بگیم که مردم از قصه هاتون چیزی یاد بگیرن. آخه این شد حرف که ما بریم بشینیم بغل دست یه مش جمهوری طلب. آقا جون ببینید، بذارید من آب پاکی رو از طرف همه بچهای میهن پرست بریزم رو دستتون. هم به مسروق چیا دارم میگم، هم به شاگرد پادوهای داریوش ناهمایون دارم میگم، هم به اون یارو بشکه تو بلژیک دارم میگم که نوکر داریوش فروهره و اون زن درب و داغونش و کج و کوچش که همه جاش کج اون، هم به باند معصوم قومی. فهموندیم ما میهن پرستان باند معصوم قومی رو خابوندیم. پشت باند معصوم قومی کارتل های نفتی خابیده بود، ما خابوندیمش با همین تلویزیون با همین لپتاپ. نه منا، ما خابوندیمش. بچه های میهن پرست دست به دست هم گوش کنید آقایون، خوب گوش کنید، ما با شما ها سر دعوا نداریم. خوب گوش کنید دارم بهتون چی میگم. ما میهن پرستان برای یک بار دست به دست هم دادیم، موفق شدیم منشور قلابی رو تهش رو در بیاریم. هممونم با همین کارو کردیم، هممون، دم هممونم گرم. چه با هم اختلاف داریم چه نداریم، دممون گرم. من آدم ها، من مثل شماها نیستم برم پشت حرف بزنم و از پشت با قمه بزنم. من هر کسی میزنم روبرو مردونه میزنمش که بلند نشه. دیدید که باهاتونم تعارف ندارم، چون من کت شلوار نخست وزیر واسه خودم ندوختم. من میرم ایران بغل امجدی لبو فروشی میکنم، ولی حاضر نیستم از خارج از کشور خودم رو زور چپون به ملت بکنم برم تو وزارت وکالت بعد بیام جلو دوربین بگم که خب هر کس وارد کار سیاسی میشه طبیعتا میخواد به پست و مقامم برسه. دیدی دروغ نگفتم؟ دیدی دنبال پست و مقامی؟ دیدی هیچ کدومتون جرئت نداری جلو دوربین بیاید بگید من دنبال پست و مقام نیستم؟ دیدید بهتون گفتم اگه جرئت دارید بیاید بگید که من دنبال پست و مقام نبوده نیستم و نخواهم بود، من خائن نبوده نیستم و نخواهم بود. اگه جرئت دارید به اینو بگیم، به شرفم اگه جرئت داشته باشین حتی یکیتون از ریش سفیدتون تا اون کوچولوتون به شرفم سوگم، چون همتون دنبال پست و مقامین، چون اکثرتون خیانت کردید، خائنید. من میدونم الکی نمیگم، اگه محال از دهان من حرف الکی بیرون بیاد، اگر از دهان من حرف الکی بیرون بیاد منم میشم یه آدم دوزاری، میشم لگن فروش دوز که تو لجنجلس هر جا میرم اینجوری مورد ریشخند قرار بگیرم. مرد باید اعتبار کلام داشته باشه، مرد زن انسان باید اعتبار کلام داشته باشه. اعتبار کلام نداری که ملت براتون تره خورد نمیکنه. ما حرفمون خیلی ساده است. ببین آب پاکی رو من از طرف همه میهن پرستان بریزم رو دستتون. ببینی شماها از گرد راه رسیدید، یه عدتون از ایران به خارج از کشور، هیچ اشکالی هم نداره. پرونده هاتون هم اصلا نامشخصه، تو ایران چه کار کردین، چی بودین، یه سری چیزاتون ازت بیرون اومده، ولی پرونده هاتون نامشخصه، مسیرتون نامشخصه. تو خارج از کشور کی داره خرجتون میده؟ آخه من استاد دانشگاهم، کی داره خرجتون میده؟ من سوئد تحصیل کردم، سوئیس تحصیل کردم، آلمان داد، کی پول خرجتون رو داده؟ از چجوری وارد شدین خارج از کشور؟ چرا با مردم صادق نیستی؟ چرا خیال میکنی اینقدر ملت ایران گاگوله؟ چرا خیال میکنی اینقدر ملت ایران بیشعوره؟
صادق نیستید، با مردم واضح صحبت نمی کنید، همه کاراتون پشت پرده است، همش تو توطئه گری هستین، همش دارین بر علیه میان پرستون توطئه می کنید. اومدید خارج از کشور، بچه ها حواستون رو بدید به من ها، اینا جز دروس هوشیاری ملی ها، من اینه من حسنه ندارم فکرمون در بیارم کف بکنم بعد آخرم بگید نفهمیدم، این نفهمیدی خب نفهمی دیگه، از این ساده تر چی بیام براتون بگم. معلوم نیست شماها چجوری وارد خارج از کشور شدین، کار ندارم، شماها رو آوردن خارج از کشور، مایه تیله بهتون دادن، تمام رادیو تلویزیون ها با شما صحبت میکنن، چرا؟ چون اومدین قیافه علی گلابی به خودتون گرفتید، اومدید دارید نشون میدید ماها آدمای مؤدب با تربیت با ادب، شاهزاده ماها رو دوست داره، خیلی وجیری دوست داره ما رو، برای همینه که بنگاهای لجن پراکنی صدای آمریکا و بی بی سی و حسن و حسین و اینا گفتگو میکنن، بعد آقایون میشینن میگن که تلویزیون فلان تلویزیون لندنی خیلی تنها تلویزیون مبارزه، آره پس ایران آریایی چیزه، اینجا ما داریم آبگوش فروشی رو انداختیم، آره ماها هیچی هستیم، آره یه دفعه اسم ایران آریایی رو نیاری خدای نکرده ها، نعوذ بالله، اگه اسم ایران آریایی بیاریم میگه سلطنت طلب و چماغکش برانداز اخه ایران آریایی اخه، یهو خدای نکرده اسم ایران آریایی نیاری زبونتون توبل میزنه، در حالی که همتون از خداتونه که یک روزی بنزی تو که سوزن بیاری میتون اینجا باهاتون گفتگو کنی، پشت گوشتون رو ببینی اینجا کسایی میان گفتگو میکنین که اهل مبارزه باشن، آره نه مثل یه مش. حالا خب بنابراین من آب پاکی رو بریزم رو دستتون، شماها همه میکروفونا رو بهتون دادن، دوربینا رو بهتون دادن، امکانات رو بهتون دادن، پول به اندازه کافی تو جیباتون هست، همه تون به آب و علوفه رسیدید، خیال نکنید ما نمیدونیم، ما چون بچه هامون تو دنیاهای مجازی پخش و پلا شدن، از بین تمام بچه ها من یکی تونستم خودم برسونم پشت این دوربینا، شانس آوردیم، این بچه های میان پرست شانس آوردن که یکی از اونا به عنوان نماینده، و منی که تو دیرو تو پالتاک با همینا بوده، تو پالتاک من با همین بچه ها براشون 15 سال ادمینی کردم، اومدم اینجا نشستم دارم حرف اون بچه ها رو میزنم، بچه هایی که خیال نکنید اونا شعور ندارن، خیال نکنید هر کی میاد جلو دوربین صحبت میکنه با شعور و با سواد اونا نفهمن، اینقدر بچه های میهن پرست با شعور تو اون مملکت خوابیدن، خیلی هاشون از همون کرموشا با من در ارتباطن، از همدان با من در ارتباطن، از تبریز با من در ارتباطن، از شیراز و اصفهان و مشهد با من در ارتباطن، به شرفم از روستاهای گیلان و مازندران تفسیرایی میکنن مثلا نمیفهمم اینا دارن چی میگن، اسامی کتابایی برای من میارن مطالعاتشون انقدر بالاست که واقعا اصلا کف میکنی، ولی امکانات ندارن، بهشون امکانات نمیدن، همین بچه‌ای که تو همین کلاب هاوس هستن، تو اینستاگرام هستن، تو تلگرام و این ور اونور هستن، کار ندارم یه عده‌شون رو به لجن کشیدید، البته اونا برمایه لجنی هم داشتن، اما بقیه‌شون مبارزن، منتهای مراتب بهشون فرصت نمیدن، بعد به اسم مسروق چی میرن توی دنیاهای مجازی به اینا فحاشی میکنن، به اینا میگن چماغکش، به اینا میگن فحاش، چرا میرید انگولکشون میکنید، اینا هم امکانات ندارن، نفسشون میگیره میریزین سرشون توی اتاق دربسته، یارو مجبور دهنشو واکنه خارمادر رو بیاره جلو چشات، دمشون هم گرد، چون نامردی دارید میزنید، چون نامردید، نون نامردی خوردید، نون جمهوری اسلامی رو خوردید، نون چپ اسرائیل رو خوردید، نون MI6 رو خوردید، خیال نکنید من اینا رو نمیدونم، نون سازمان CIA رو خوردید، نون وزارت اطلاعات آلمان و فرانسه رو خوردید، شماها همه تو نوکر شدید به اسم مشروطه چی؟ دروغ میگید، کسی که مشروطه چی باشه به پادشاه مملکت نمیگه شاهزاده، کسی که مشروطه خواه باشه پشت سر پادشاهش میسته، کسی که مشروطه خواه باشه میفهمه فرمان این جریان کارزار سه ماه یعنی چی، الان وقت جنگولک بازی نیست، دقیقاً هم میفهمید من کجای ماسخورتون رو گرفتم، دقیقاً هم میفهمید من دارم چی میگم، خودتون رو به خریت میزنید، خودتون رو به کوچه علی چپ میزنید، چرا؟ چون به نفعتون نیست، چرا به نفعتون نیست؟ چون جمهوری اسلامی بره بعد پرونده رضا احمدی رو میشه، بعد ملت میفهمه رضا احمدی چه کارا حسن بوده تو ایران، ملت میفهمه رضا احمدی 5 سال اومده اینجا سر کارشون گذاشته، چون رضا احمدی نمیخواد پروندهش رو بشه پس ملت سر کار میذاره، اول خودمو مثال میزنم، اول یه سوزن به خودم میزنم، ایناست بهتون میگم هوشیاری ملی، بذارید آب پاکی رو دستتون بریزم، ما میهن این جمله رو بذارید بهتون بگم بعدی رو پخش کنیم، ما میهن پرستان واقعی، ما مشروطه خواهان واقعی، من اینو با قدرت میگم، ما میهن پرستیم، ما مشروطه خواهیم، شماها نیستید، شماها لب و دهنید، کسی که کت شلوارشو پولشو اسرائیل بده باید ریت به اون آدم،
جمله رو دیدی چی بهتون گفتم؟ به همین صراحت اینو گفتم برای ثبت در تاریخ. خب ما نون بازومونو خوردیم، ما نون مردونگی خوردیم، شماها نون نامردی خوردید. بذارید آب پاکی رو بهتون قشنگ بریزم رو دستتون. خدا هم بین ما و پادشاه رو نمیتونه به هم بزنه، چون پادشاه میدونن ما چاپلوس ایشون نیستیم، چون پادشاه میدونن ما پشتشون ایستادیم، خیلی هم محکم ایستادیم. تو گوشمون هم بزنن ما سرمون رو بالا نمیکنیم، ما مثل یه مش آدم احمق نیستیم که تا ایشون بگه بالا چشات ابرو وایسیم جلوش موضع بگیریم. اصلا به 100 دفعه تو گوشمون بزنه بالامشون دستش هم میبوسیم. این جنبه چاپلوسی نیست. چرا؟ چون نشون دادیم اون موقعی که پادشاهمون داره اشتباه میکنه وای میسیم هم جلوش. اعلی حضرت ما پشت ایستادیم، این راه رو دارن میبرن اعلی حضرت اون راه با همه احترام. و گفتیم شورای ملی نمونهش، این یارو جریان و جنگولک بازی قلابی منشور قلابی نمونش، اعلی حضرت گفتم بهتون این مرد تو کاخ بزرگ شده، این مرد مثل من تو آپارتمان بزرگ نشده. موقعیت سیاسی این مرد با من و امثال ما 80 میلیون جمعیت فرق میکنه. این مرد پادشاه ایران بوده و خودشم فیزیکن آدم باهوشیه. رضا پهلوی وارث تاج و تخت آدم باهوشیه، آدم باشعوریه. ما خیلی ولیعهدم تو دنیا داریم شوتن، مثل یارو مرکه میمونه تو لندن، یا اون یارو درازعلی چغندر نژاد تو اسپانیا داریم، تو منطقه هم داریم، تو سوئد هم داریم، تو هلند هم داریم، این هویجی که دست باگزبانی دادن. این من خودش هم آدم با شعوریه و ضریب هوشیش خیلی بالاست. نه اینو جنبه چیز بگم، چون فردا اعتباری که، چون اگه فردا رضا پهلوی وارث تاج و تخت بشه احمد ولگرد، من به خودم توهین کردم. یا آقا با تو که تعریف میکردی، آقا اومده ایران چیکار کرده بس تو ایران. من میدونم ضریب هوش این مرد تا کجا بالاست. به خاطر همینه این که میان میگن که آقا رفتن به اعلیحضرت چغلی کردن، اعلیحضرت رو از ما برگردوند. چرا داریم به پادشاهتون توهین میکنی؟ چرا داریم به وارث تاج و تخت توهین میکنی؟ وارث تاج و تخت اصلا برای اینا تره خورده میکنه. من برام در گوش اعلیحضرت حزب مسروخه خیلی بی تربیت، خیلی ولو شده است، همچین میزنه تو دهن من که صدا سگ بکنم. اصلا کسی ایشونو ببینید جرئت نمیکنه بشه راجع به این چرت و پرتا با پادشاه من میگه صحبت بکنه. من داریم با بچه داری صحبت میکنی؟ اصلا 18 19 سالگی آزادی برای آزادی رو داریم میجنگه. اصلا 20 سالگی مرد وسط میدونه، وسط کارزاره، موشو سفید کرده، بعد یارو گرد را رسیده، یا این یارو چماخکش تو لجنجلس بی سواد فحاش بره مثلا در گوش ایشون یا در گوش شهبانو یه چهار تا زر بزنه و بعد شهبانو تحت تاثیر قرار بگیره. شهبانو تحت تاثیر حرفای این چاخوکش لاتی که هنوز فوشای خارمادرش تو یوتیوبه، سلام علیکش فوش خارمادر بود. حالا میگم دبیر کلم. حالا بزنید آب پاکی بریزم رو دستتون راحتتون کنم. بچه ها حواستون بدید به من، تا ما میهن پرستان هستیم اجازه نخواهیم داد که جمهوری دوم در ایران پیاده بشود. و السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح الله، تموم شده رفت. ایران بعد از جمهوری اسلامی باید بشود پادشاهی، به پادشاهی اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، در غیر صورت به جهنم دره که ایران نابود میشه، به اسفار و سافرین. ما تا اینجا کار ایستادیم، حالا برید با ما بجنگید. اگر شما ها موفق شدید ما رو شکست دادید، من جلوی این دوربین میام اینجا میشینم یه کاسه واجبی میذارم جلو میخورم. اگر شماها موفق شدید ما رو شکست بدید، ببینید ما چه بلایی سرتون میاریم. میدونی چرا؟ چون ما صادقیم شما پدر سوخته ای، چون ما با پول حلال زندگی کردیم شما با پول حرام زندگی کردیم، چون ما کوچلوارمون رو ندادیم CIA برامون بدوزن، ما خودمون رفتیم از بازار سرسمال کوچلوار خودمون خریدیم. من یه کت خریدم 5 یورو، ولی دمم گرم با زحمت 5 یورو. من نرفتم کوچلوار بخرم مثل لگن فروش دوز 17000 20000 دلار ولی ناموسمو تو لجنجلس به هپولی بذارم. ما کسی به ناموسمون بگه بالا چشت ابروه، ابروشو میتراشیم، ولی شماها ناموستون هم میدید، چون ثابت کردید دارید میدید. کسی که بغل دست جمهوری طلب بشینه یعنی ناموسشو داده، میخواد برید بشین برید بشین. من تو این بازی ها نمیام، محاله. خیلی بچه تر از اونید که بخواید منو بکشید برید اون بازی ها. اگه چند بارم بهتون افتخار دادم برید خیلی خودتون رو شکر کنید، از راه دور یکی دو بار باهاتون سلام علیکم کردم. کسی قرار باشه منو تخریب کنه، من خودم خودمو تخریب میکنم. من نمیذارم هیچ کس منو تخریب کنه. من هیچ وقت نمیذارم کسی بغل دست کسی بشینم اون تصادف کنه منو بکشنم بده. من همیشه خودم باشه باشه میشینم. اگه قراره بمیرم خودم خودمو میکشم. من هیچ وقت نمیذارم کسی منو تخریب کنه. هیچ کس هم بهتر از خود آدم آدمو تخریب نمیکنه. همه تو خودتون رو تخریب کردی. تقش به زودی در میاد. جناب مهندس بریم تو شماره
6 فعالیت بچه ها در ایران. اونی که فهمید من چی گفتم، فهمیدونم که نفهمه قول نفهمه دیگه. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. این یه قطره تو اقیانوس مبارزات بچه های ایرانه. اینا محاله به شما ها اجازه بدن که شما بخواید با 4 تا تنلش جمهوری طلب برگردین بیرین ایران. حقتونه، میتونید برگردین، ما جلوتون میستیم. بچه های میهن پرست داخل کشور خوب گوش کنید، قشنگ حواستون رو بدید به من. ایران رفته تو آستانه براندازی. ما چند وقت دارم اینو بهتون میگم، حواستون جمع کنید، ما داریم میریم به سوی پیروزی و بازگشت اعلیحضرت به کشور. خوب حواستون رو بدید به من. رادیو و تلویزیون رو بگیرید، میدان شهیاد رو بگیرید، مجلس شورای ملی رو بگیرید. اجازه ندید تو ایران کسی دهانش باشه بگه جمهوری ایرانی، زن، زندگی، آزادی. دندوناشو برسین تو دهنش. ملت، این جمله منو، نوجوانان و جوانان، این حرف منو قشنگ گوش کنید. اگه میهن پرستید، اگه دنبال جنگولک بازی هستین، دمپر من نیاد. من بمبم، من یه بمب ساعتی ام، تیک 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 هم دارم صدا میدم. من از این دینامیت و فیلمای وسترن نیستم فقط یه واگن رو تخریب کنم، من هیروشیما رو تخریب میکنم. قشنگ به حرفم گوش کنید، اگه دنبال دینامیت بازی و ترقه بازی هستین، دمپر من یکی نیاد. خوب گوش کنید، براتون خارج از کشور به اسم مشروطه چی دارن توطئه میکنن. 40 سال هم هستن توطئه میکنن. برای همین هستش که مدام در بین، در براندازی داره وقفه ایجاد میشه. تمام بچه ها در مراکز استان ها گوش کنید، از اصفهان و تبریز و سنندج بگیر تا همدان و خرم آباد و زاهدان و مشهد و تبریز و رشت و گرگان و ساری و خرم آباد و اهواز و بندرعباس و بوشهر و شیراز و اصفهان و ایلام و همه قشنگ گوش کنید. مراکز استان ها گوش کنید، رادیو تلویزیون ها رو بگیرید، فرودگاه ها رو بگیرید، ترمینال ها رو بگیرید. هیچ کس از شهر نره بیرون، هیچ کس وارد شهر نشه. با چوب و چماق و وسیله سرد و گرم خیابون ها رو تحت کنترل بگیرید. هر کس از دهنش اومد بیرون جمهوری گفت جیم و میم، بزنینش که تمام دندوناش بره تو معده‌اش. بزن، نترسون با من. من جوابشو میدم. خیالتون راحت باشه. چنان بزنینش که نفهمه کجا خورد. کسی اومد گفت زن، زندگی، آزادی، گردنشو خورد کنی. بچه ها جنگه، دارم بهتون میگم دیگه، ما وارد بحث با کسی نمیشیم. اگر میخواین آزاد بشین به حرفای من گوش کنید، به اینا بفهمونید. ما تو ایران، این دختر خانم، این آقا پسری که الان براتون پخش کردم تو ایران، اون جوونی که میره سر قله دماوند، این دختر پسری که تو خیابونا میاد عکس علازت میذاره لای برف واکن میکنه تو صندوق پست مردم، تو خیابون شعار نویسی میزنه توی این ایستگاه اتوبوس، توی اون یارو اتوبوسا نشستن شعار نویسی میکنن، تو متروها کاغذ پخش میکنن، این جونش گذشته. حالا که اینطوری از جونتون گذاشتین، شاختون رو برگردونید به ایران. حواستون به این بی پدر و مادر خارج از کشوری باشه. دارم بهتون میگم پشت این جریان چپ اسرائیل خوابیده، پشت این جریان MI6 خوابیده، پشت این جریان CIA خوابیده. هیچگاه چیز نکنید، اطمینان نکنید به شاگرد پادوهای داریوش ناهمایون. هر کس از داریوش ناهمایون حمایت کرد و ازش تعریف کرد، شکی نکنید 100% سرش توی ماتحت فراماسونه بناست. شکی نکنید نوکر انگلیسه، شک نکنید.
شک و تردیدی نکنید. داریوش ناهمایون یک جاسوس انگلیس بود که سرش تو ماتحت لوژ مخصوص بود، فراماسونر بود. داریوش ناهمایون از این شهریار آهی بترسید، این یک مار فلون فلون شده ایه. مهناز افشار رو این آورد خارج از کشور، کنسرت خواننده های خارج از کشور رو به جز ستار، کنسرت الاغ ماهی و اون یاور یا همیشه معتاد و این که خلیج رو نخوند و اون که اومد گفت من خدافظی میکنم، همه مایه تیله ها رو این داده. رضا احمدی بهتون علکی نمیگه شما نمیدونید چه مارمولکایی هست، با اینا هم کارتون نباشه، ما حواسمون به این هست دک و پوز اینا رو میاریم پایین. شماهایی که داخل کشورین حواستون به داخل کشور باشه، رادیو تلویزیون ها رو بگیرید، رادیو و تلویزیون ها رو تسخیر کنید، بلافاصله عکس الحضرت رو پخش کنید، بلافاصله سرود شاهنشاهی، اسلحه رو چنان میذاری پشت سر اون دوربین چیه بهش میگی بیناموز قطع کنید، مختو میپاچونن رو دوربین. گوش کنید بچه‌ها دارم بهتون چی میگم، کار داره وارد مرحله جدی میشه ها. به شرافت بشری سوگن، همونطوری که 22 بهمن بازی رو باختید این دفعه میبازید ها، در یک چشم همزنن چنان ورق و واسه CIA برمیگردن که اصلا نفهمی از کجا خوردی، یک نفر واسه تون برمیدن از داخل کشور علم میکنن، یه چسب جمهوری فدرال هم بهش میزنن، جمهوری دموکراتی هم بهش میزنن که نفهمی از کجا خوردین. علی تجزیه کجاست چند وقته؟ معصوم قومی کجاست چند وقته؟ حامد کیسه کش کجاست؟ شما خیلی که اینا باختن و بازی رو باختن و گفتن دستا بالا و رفتن تموم شد، معنی سادگی. خیال کردید نرگس توپر، نسرین سیتوده، فاحشه رفسنجانی، بچه های طوله های پسمانده های اکبر دزده، تاجزاده، چوززاده، نوریزاد، خشتک زدی، همون ارازل اوباش که من بدبخت اینجا را به راهی افشاگری خیال کرده اینا تعدیل شد و رفتن پیکار زندگیشون تموم شده را. آره خارج از کشور بهرام شطور، حسین چاقوکش، تویله پارس، تویله لگن فروش دو، تویله آمریکا، تویله های لندن، اینا هم تموم شده، الان دارن براتون خیلی بهجوری مشروطه بازی در میارن. همشون خائنن، همشون مار زخمیان. میدونی چرا؟ کار از اونجای آغاز شد که اومدید گفتید رضا شاه روحت شاه. از روزی که رفتید جلوی آرامگاه کوروش بزرگ گفتید ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، اولین کسی که ماتتش آتش گرفت علی منقلی بود، شال و کلا کردن چیز کردن به الازاد فشار آوردن، الازاد هم اومدن فرمودن که نه 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 ما وارد بازی نژاد پرستی و با اعراب و فرانسه دستو که الازاد خودشون میدونستن مثلا ما با عربا کاری نداریم، ما خودمون عرب خوزستانی داریم، و ما به عرب خوزستانی توهین کنیم. بعد بچه عرب خوزستانی با لباس عربی خوزستانی واسطه بود در جمع کوروش و بچه هایی که اونجا داشتن چیز میکردن شعار میدادن، نه دعوا بر سر این بود که علی منقلی مأمور CIA، نوکر چپ اسرائیل، به شرف هم سوگن از اون نوکرای چپ اسرائیل، رفیق جینگ جونجونی اون یارو منشه خمیر، اون یارو زنگی دیوونه چی بود میگفت WWW فرنوشه چوسونه بود، چی بود زنگی آشقا. خب اینا فهمیدن ای داد بیداد، 37 سال 40 سال ما نشستیم داریم پهلوی رو میکوبیم. محسن یادگارا رو آوردم بهش لقب دکترا دادم، شرماور رو آوردم، اون یارو مسعود صدر گور به گور شده اینقدر زر زیادی زد، خودشو کرد شاعر، آن اوراق تیز پرواز، اون چیز نمیدونم گرد پرواز، این همه جنگولک بازی در آوردیم. ای داد بیداد پهلوی دوباره سر صداش در اومد، ملت اومده تو خیابون میگه رضا پهلوی ولی تولدت مبارک، پهلوی تولدت مبارک، ما عرب نیستیم، نمیدونم آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. آقا 123 تا شهر ریخته تو خیابونا میگه رضا شو روحت شو. همین لگن فروش دوست دیدی تو میاد چی گفت؟ نه خبری نمیدی فقط نبر اومدن دم خیابونا ننه جون شهدای دادن. اون رامین پرگار شپشو هم نشسته بود میگفت بله البته یک شعارهایی داده شد اما قیافه پروفسور اینا بلکه شپشو کسافت باقلبا فروش تو میدون شهید چراغ علی پاریس که بیشوره نمم بی سوا. خب حواستون جمع باشه ملت ایران، همینی که من بهتون میگم، هیچ راهی باقی نمونده. مسالمت آمیز رفتید جلو نشد، سبز رفتید جلو نشد، موسوی رفتید جلو نشد، رای دادید نشد، گفتید اصلاحات نشد، گفتی اسهال داریم نشد، گفتی سرفه میکنم نشد، هر چیز نشد، هیچ راهی نداره جز بزن بزن راحتتون کنم دیگه، خود دانید کف کردن.
جناب مهندس این دوتا عکسم لود کنید. این عکسم بچه ها ممنونتونم، بعد برنامه اینقدر برام پیام اومد کف کردم. این ناصر تماسب مردشورت ببرن که چقدر ما عاشق صداد بودیم. این بی پدر و مادر رو جزو کسایی که بذارینش تو لیست خائنین به کشور، این بی ناموس رو با چک و لگت بیارینش دادگاه. بی پدر و مادر آشغال که دم بچه‌ها هم بهش حمله کردن، مرده و زنده و خار مادرش آوردن جلو چشاش، چه صافت مردشون اون قیافته ببنن. جناب مهندس بعدینم لط کنی، بی پدر و مادر ممر لولو برد دوران شانشاه آریامر با آبولوفه رسیدی، حالا اومدی بر علی شانشاه با اون صداد کسافت، بر علی پهلوی که زر زیادی میزنی، بی ناموس. اون خود کسافتشه، اونم داعش آشغالشه. این دوتا با هم آشغالن، داعشن این دوتا آشغال. حالا نمیدونم حالا داعشش ایرج چه پوخی باشه، ولی خواستم اینا بهتون نشون بدم، حواستون به این دوتا باشه. مخصوصا اون ناصره رو با چک و لگد میارینش تو دادگاه، دست درد نکنه جناب مهندس. بی پدر و مادر آشغال، ملت به دشمنتون رحم نکنید. هوشیاری ملی اینیه که من بهتون میگم، یادتون میاد گفتم مبارزه اینیه که من بهتون میگم، دیدی دروغ نگفتم؟ گفتم میهن پرستی اینیه که من بهتون میگم، دیدی دروغ نگفتم؟ حالا دارم بهتون میگم هوشیاری ملی اینیه که من بهتون میگم. میدونی چرا؟ آها، چون من دنبال پست و مقام نیستم، چون من نوکر امریکا و انگلیس نیستم، من برای کل کره زمین ترک چرخ کنم، من علفم خورد نمی کنم برای تمام رؤسای جمهور و ملکه ها و پادشاه ها و نخست صدر اعظم، من علفم خورد نمی کنم جنین بریزم. ایران و عشق است، یه تار موی ایران، یه تار موی گندیده یه ایران خانم رو من نمیدم دنیا رو بگیرم، راحتتون کنم. 36-7 سال من تو این طویلم یه رفیق آلمانی من ندارم، به شرفم سوگند. من میرم تو خیابون با تنفر به اینا نگاه میکنم، اصلا مجبورم باهاشون زندگی کنم. پام بخوره ایران، کلامم باد ببره این ورا، هیچی هم نمیخوام، هرچی هم برای اینا کار کنم مال اینا، اصلا نمیخوام دست به پول کسافت اینا بزنم. باهاتون با صداقت حرف زدم، جونم هم براتون گذاشتم، صبح تا شبم داره بر علیه من حزب مسروخه بشیر بشکه تو بروکسل، نه که گوهی باشن ها، دارم بهتون گزارش میدم، صبح تا شب بر علیه من، انقدر پشت صحنه برای من اسنادش میاد، صداهاشون میاد، همه رو براتون نشون میدم. آسیاب به نوبت، انقدر بر علیه من داره توطئه میشه، باورتون نمیشه. من فکر کنم بعد اعلیحضرت بنده نفر دوم که انقدر بر علیه من توطئه میشه، خیلی دمم گرم. ببین چه جوری سوزوندمشو، چشمتون کورشه. مبارزه اینه که من بهتون میگم بچه‌ها، چپ و راستشون کنید، نترسید ازشون. اینا میخوان یه عده بیناموس رو به اسم جمهوری طلب بیارن بچکونن تو شماها. ما میهن پرستان با جمهوری طلبان هیچ نشستی نداریم. تا بیام براتون، آره من باید این برنامه رو براتون بذارم، جریان ابو مسلم خراسانی و بابک، اینجوری فایده نداره، بی خدا که انرژی مصرف میکنه. آقا مهندس بریم تو شماره 9، دست درد نکنه، تا بهتون بگم یعنی چی. شما خودتون معرفی بفرمایید که شغلتون چیه، چند سالتونه و از کی فعالیتتون شروع شد و کی به زندان رفتید و چند سال زندگی کردید؟ من محسن مخملگان تا کلاس 9 درس خوندم، 2 سال همراه با فعالیت سیاسی تو بازار کار میکردم، در رابطه با یه گروهی که خودم درست کرده بودیم به اسم بلال، و سال 53 مرداد ما تو یه درگیری دستگیر شدم. خب که آزاد شدید از زندان؟ تقریبا عید قدیر پارسال 57. شما هنوز با ایده خودتون پابرجا هستید؟ خب حالا که انقلاب پیروز شده، قسمت عمده چه قسمت اصلیش، بفرمایید که از این به بعد چطور معتقدید که مبارزه ادامه پیدا بکنه و انقلاب تداوم داشته باشه؟ البته من یعنی گروه ما از قبل معتقد بود که مبارزه صرفا نمیتونه با رژیم باشه، یعنی چون ما میخوایم اسلام پیاده بشه، طبیعتا هر چیزی که مقابل اسلام باشه باطل میدونیمش، و منتها اشکال مبارزه با باطلای مختلف فرق میکنه. یه سری باطلهای ایدئولوژی که اینا رو باید برخورد ایدئولوژی کرد باشون، یه سری برخورد سیاسی میکنن همینطور، و یه سری هم مثل رژیم و بعضی از مثلا اصحاب همین گروهایی که الان دست به اقدامات مسلحانه علیه انقلاب میزنن، اینا هم باید باشون مبارزه مسلحانه کرد. یعنی همه جور مبارزه شما معتقدید؟ بله، یعنی من معتقدم مبارزه حق و باطله، باطل هم اشکال گوناگون داره و با شیوه‌های مختلف، یعنی باید مبارزه ایدئولوژیک سیاسی نظامی درون سازمان‌های به اصطلاح اصیل اسلامی. چیزی که گوش نمی‌کردم، سینما نمی‌رفتن، بعد یه موقعی تو کوچه رد می‌شدم مثلا دم این صفحه فروشی‌ها و اینا صدای موسیقی بلند بود، تصمیم کردم تو گوشم که خلاصه کار حرام نکرده باشم. یه نمایشنامه من نوشتم اسم بلال حبشی، بعد این همین شد اسم گروه سیاسیمون. بعد گروه سیاسیمون یه بخشی از کارش این بود که تئاتر جور کنه تو مساجد بذارن، بیشتر واسه آگاه کردن مردم. اعلامیه پخش میکردیم، نم شنا میرفتیم، کاراته میرفتیم، همه جور کاری میکردیم. آخریش این قضیه خل سلاح حاسبان بود تو 17 سالگی من که عکسشو دیدیم تو آلبوم.
که منجر شد به دستگیری ما. ما سه نفر بودیم که می‌خواستیم حمله کنیم به پاسبانه. پاسبانه اینجا واسده بود، دو تای ما بهش حمله می‌کردیم و با چاقو در واقع منتها قبل از چاقو بزنیم سعی می‌کردیم با مشت و اینا از مادر بگیریم. اون اسلحه‌اش رو زودتر کشید، منو با تیر زد، من مجبور شدم بهش چاقو زدم. بعد از اون که ما در رفتیم سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. این یکی از جمهوری طلبانه، این عامل تعطیل شدن سینمای ایران شد، یکی از عوامل تعطیلی سینما، یکی از عواملی که فروزان زنده یاد، فروزان بانو پوری بنایی زنده یاد، فردین، ناصر ملک موتی، دیگه دیگران خانه نشین شدن، دق کردن، بقیه فرار کردن، این بی‌ناموس شد. اینا رو بهتون نشون میدم با دستبند. پس گردنی هم یادتون نره، دستبند پس گردنی. هر نفس که فرو میرود مومد حیات است، هر قدم که من میدنه یه پس گردنی، آروم بزنید نمیره، اینا ریقو هم. با پس گردنی اینا باید بیان دادگاه. این بی پدر و مادر یکی از اون تروریست هاست که اومد خارج از کشور گفت اسلحه به دست میگیرم، کجا نشستین و گفت تو بنگاه لجن پراکنی بی بی سی پیشه که اون پسره هست لنگش دراز میکنه. بی پدر و مادر چقدر من از این هرون روغم بدم میام. رفیق جونجونی علی سارگون، خب کریمیه که بی پدر، آره کریمی، حالا نشست اونجا گفت من اسلحه به دست میگیرم، لباس چریکی به تن میکنم، وای میسم جلوی رضا پهلوی. درست بهتون میگم؟ این یکی از اون بی پدر و مادر هست. حالا مومن صبر کنید، امروز میخوام بخش هنری جریان هوشیاری ملی رو بهتون توضیح بدم. این یکیشون بود که باعث تعطیل شدن سینما ایران شد، که از دل سینمای ایران کی بیاد بیرون؟ مهناز افشار. کجا بیاد؟ بیاد لجنجلس بره واسه روسن، به کسی که 50 سال ما ساپورتش کردیم، بره بغل اون که اونو از جلو چشم ما بندازه که انداخ همون شهرامه رو بدون تعارف. من با خودم تعارف ندارم، تموم شد کارنامش، تعطیل شد، که بره بشینه بغل اس ابی که ابی از جلو چشم ملت ایران بندازه که انداخ. خود من سیدیاشو همه رو انداختم تو آشغال دونی، به شرفم اگه بهتون دروغ بگم مثل مرضیه. یاد بگیرید میهن پرست کسیه که کسی یک قدم، من اشتباه میکنم، لغت اشتباه میگم، تاریخ اشتباه میگم، کار اشتباه میکنم، ولی اشتباه میکنم، اما نه به عمد. من نمیتونم بیام به شما بگم ببخشید من نمیدونستم، تو تظاهرات بودیم، مهناز افشار اومد، گفتم که با من عکس بگیرید، یا اون به من گفت با من عکس بگیرید، بالاخره با هم قاطی شدیم، چیز میزام با هم قاطی شد، با هم عکس گرفتیم. من نمیتونم بیام به شما دروغ بگم. چرا؟ رضا احمدی تو میدونید مهناز افشار کیه؟ چرا باش عکس گرفتید؟ اوکی؟ میهن پرست و صادق باشه. میهن پرست باید با مردم صادق بشه، در غیر این صورت به شرافت بشری همشون دروغ میگن. میرم میشینم اون بالا براتون کتاب گذاشته معلم روستایی، خیال میکنه اونم همه شاگردن، داره براشون دیکته میخونه، اونم هی 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 میخوان تا سکولن بی سواد و اولاق. خب حقتونه که این بی سواد براتون بیاد نوت کنه. مومن نفر بعدی، ابراهیم گلستان. ببینید به چی گوه خوردنی افتادن جناب مهندس شماره 10، تا چشمتون گوه شه. که دوره رضا شاه برخلاف تمام فحش‌هایی که بهش دادیم، من خودم میدادم یه وقتی، وقتی یه عقب میزدم نگاه میکنم تو دوران نگاه میدم خیلی فرق کرد، خیلی از دوره محمد علی شاه، از دوره مظفرالدین شاه، از دوره ناصرالدین شاه اصلا قابل قیاس نیست به اون اتفاقایی که افتاد. مسئله فقط راه آهن ساختن و جاده آسفالت کردن و همین حرفا نیست، همین زبونی که عوض میشد، درسی که تو مدرسه داده میشد، بچه‌هایی که درس میخوندن، همه این حرفا رو در نظر گرفته. خودتون معرفی بفرمایید که شغلتون چیه، چند سالتونه و از کی فعالیتتون شروع شد و کی به زندان رفتید و چند سال زندگی کشید؟ من محسن مخملگاه پاکلات نهم درس خوندم، دو سال همراه با فعالیت سیاسی تو بازار کار میکردم در رابطه با یه گروهی که خودم درست کرده بودیم به اسم بلال، و سال 53 مرداد ما تو یه درگیری دستگیر شدیم. خب که آزاد شدید از زندان؟ تقریبا عید قدیر پارسال 57. شما هنوز ایده خودتون پابرجه هستید؟ خب حالا که انقلاب پیروز شده، قسمت عمده شده، قسمت اصلیش، بفرمایید که از این به بعد چطور معتقدید که مبارزه ادامه پیدا بکنه و انقلاب تداوم داشته باشه؟ البته من یعنی گروه ما از قبل معتقد بود که مبارزه صرفا نمیتونه با رژیم باشه،
یعنی چون ما میخوایم اسلام پیاده بشه، طبیعتاً هر چیزی که مقابل اسلام وایسه باطل میدونیمش و منتها اشکال مبارزه با باطلای مختلف فرق میکنه. یه سری باطلهای هست ایدئولوژی که اینا رو باید برخورد ایدئولوژی کرد باشون، یه سری برخورد سیاسی میکنن همینطور، و یه سری هم مثل رژیم و بعضیات مثلا اصحاب همین گروهایی که الان دست به اقدامات مسلحانه علیه انقلاب میزنن، اینا رو باید باشون مبارزه مسلحانه کرد. یعنی همه جور مبارزه شما معتقدید؟ بله، یعنی من معتقدم مبارزه حق و باطله، باطل هم اشکال گوناگون داره و با شیوه‌های مختلف، یعنی باید مبارزه ایدئولوژیک سیاسی نظامی درون سازمان‌های به اصطلاح اصیل اسلامی. چیزی که گوش نمی‌کردم، سینما نمی‌رفتن، بعد یه موقعی تو کوچه رد می‌شدم مثلا دم این صف فروشی‌ها و اینا صدای موسیقی بلند بود، تصور می‌کردم تو گوشم که خلاصه کار حرام نکرده باشم. یه نمایشنامه من نوشتم اسم بلال حبشی، بعد این همین شد اسم گروه سیاسیمون. بعد گروه سیاسیمون یه بخشی از کارش این بود که تئاتر جور کنه تو مساجد بذارن، بیشتر واسه آگاه کردن مردم. اعلامیه پخش میکردیم، هم شنا میرفتیم، کاراته میرفتیم، همه جور کاری میکردیم. آخریش این قضیه خل سلاح پاسبان بود تو 17 سالگی من که عکسشو دیدیم تو آلبوم، که منجر شد به دستگیری ما. نفر بودیم که می‌خواستیم حمله کنیم به پاسبانه، پاسبانه اینجا واسده بود، دو تای ما بهش حمله می‌کردیم و با چاقو، در واقع من تا قبل از چاقو بزنیم سعی می‌کردیم با مشت و اینا از مادره بگیریم. اون اسلحه‌شو زودتر کشید، منو با تیر زد، من مجبور شدم بهش چاقو زدم. بعد از اون کوچه ما در رفتیم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. زنگ زده بودن تقاضا کرده بودن که یه بار دیگه این آشغالو پخش بکنیم اینا، به خاطر همین جناب مهندس لطف کرد زحمتش کشید پخش کرد. دیدی خانم آقایون، تو دل جمهوریت اینا خوابیده. آقا بذار من ساده بهتون بگم، گوش کنید، من مشروطه خواهم، اوکی، آیا من حاضرم ایران بشه جمهوری؟ خب نه. آیا من جمهوری رو دوست دارم؟ نه. رضا احمدی تو جمهوری رو دوست داری؟ نه. ازش متنفری؟ بله. دشمنشی؟ بله. میخوای سر به تنش نباشه؟ بله. حالا برگردونیم اون بر. جمهوری طلب تو مشروطه رو دوست داری؟ نه. دشمن مشروطه ای؟ بله. میخوای سر به تن مشروطه نباشه؟ بله. من چه آزاری دارم با تو بی پدر و مادر بیام بشینم سر یه میز؟ این چه کرمی افتاده تو ماتحت شما به اسم مشروطه؟ چی میخواین برید جمهوری طلبا رو بردارین بیارین بهشون بگین جمهوری خواهان ایران، ایرانگرا؟ جز اینکه خائنید، جز این که یه جاتون به یه جا داره وصل میشه. آخه من فکر دیگه نمیتونم بکنم. پس چه فکر دیگه بکنم؟ چه فکری بکنم؟ چی میخوان اسمش بزنن؟ آخه این دموکراسی، همه باید با هم بیایم توی یه قابلمه. کی گفته اینو؟ آقا ملت، مومن. بعد به من میگن رضا هرس نخور. خب من چجوری بابا تو 200 برنامه بیام تا تمام حرفو بزنم؟ آقای مهندس لود کن شماره 11 رو. 16 اسفند 1329 خلیل طهماسبی در مسجد شاه رزمارا را ترور کرد و بلافاصله هم دستگیر شد. طهماسبی از اعضای فدایان اسلام بود که این گروه زیر نظر آیت الله کاشانی کار می‌کردند و اعتراف کرده بود کاشانی اگه اونو از ترور رزمارا منع می‌کرد، هرگز اقدام به ترور نخست وزیر نمی‌کرد. نواب صفوی رهبر گروه فدایان اسلام هم توی بازجوییش اعتراف کرد نقشی توی ترور نداشته، ولی با ترور رزمارا موافق بوده. و مهمترین نکته‌ای که فدایان توی بازجویی اعتراف کردن، حمایت جبهه ملی و دکتر مصدق از این ترور بوده. و توی جلسه‌ای که شب قبل از ترور رزمارا با اعضای جبهه ملی داشتن، چراغ سبز نشون دادن. در اون شب از طرف مصدق فدایان رو به قتل رزمارا تشویق کردن. Shh.
سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. دیدید خانم آقایون، آقای دکتر رزمارو که الان تو فرانسه نشستی، احتمالاً شاید هم الان برنامه نگاه کنی، نکردی میگم بچه‌ها وسط بفرستن. من با شما 4 بار مصاحبه کردم یا نه؟ خیلی ممنون اومدی تو پالتاک با هم گفتگو کردیم با تلفن. بله. یکی از مهمترین عقده‌هایی که تو دل شما آقای دکتر رزمارو مونده بود چی بود؟ آقا من مشروط خواهم، من واقعا هنوزم میگید اعلی حضرت احترامم به شاه میزنید، ولی تایید دلتون ضد شاهین متنفرید از محمد رضا شاه پهلوی. چرا؟ چون معتقدی که برادر شما به دستور محمد رضا شاه پهلوی کشته شد، اینم سندش. آقا خیانت کردید، شما مصدقی ها خائنید. وقتی میگم مصدقی های ایران بر باده، شما ایرانو به باد دادید. اگر مصدقی ها در سال 57 پشت سر خمینی نمیستادن، خمینی گوه میخورد به گور پدرش، میخندید ایران اشغال بکنه. شاپور بختیار خیانت کرد، بازرگان خیانت کرد، خیانت کردن شما مصدقی ها، خائنی دمتون. ایرانو به باد دادید که امروز بچه مردم تو خیابونا اون مملکت جوونه مملکت دارن مش دارن قرص میخورن. دختر مملکت، دختر ایرانی برای من پیام میگه آقا احمدی موام همینطوری داره میریزه. حالا برید جواب این نسل رو بدید. من با این نسل تکلیفم روشن کرد. آی ملت، من اومدم ایران، اولین کسی که محاکمهش میکنید منو محاکمه کنید، منو محاکمه کنید، محاکمه هم کنید. من اومدم جلوی دوربین نشستم، منو محاکمه کنید، نه به دوز نه به ترس، هر سوالی دوست دارید بپرسید، مادی معنوی هر نوع بازی من هستم، مخلصتونم هستم. من جونم هم برای ایران گذاشتم، هیچ پرونده‌ای هم ندارم، هیچی. عشق کردم، عرق خوردم، دختر بازی کردم، حال کردم، دعوا کردم، دیسکو رفتم، همه کاری هم کردم، هیچ وقتم چیز نمی‌کنم، وضو نمی‌گیرم، عشقم هم کردم، جوونیم هم کردم. هر جوری میخواین از من سوال جواب بکنی، من مرد و مردونه پاتون وایسادم. از اینا هم بپرسید. پدر سوخته چرا هی نشستید هی بی خوده که میگه آقا ملت گوش کنید من میخوام بهتون چی بگم. خیلی خیلی موضوع خیلی ساده است. ما مشروط خواه هستیم یا نیستیم؟ چرا؟ من که مشروط خواه هستم چه دلیلی داره اینقدر خودمو برم بمالم به جمهوری طلبا؟ چه دلیلی داره؟ جز ضعف؟ یا ضعف دارم مثل مسروق چیا؟ یا نوکرم مثل مسروق چیا؟ آقا مأموریت دارن، مأموریت دارن برای وقف انداختن در مشروطیت ایران، که بالاخره ملت بگن آقای رضا پهلوی شاهزاده اعلی حضرت نمیخوای ما رو نجات بدی؟ آقا باشه، آقا نمی، آقا ایشون نمیخواد شاه بشه، آقا بریم بچسبیم به یه جمهوری. به شرفم قسم تمام داستان همینه که ملت رو از اعلی حضرت زده بکنن. مردم بابا، مردم زیر فشارن، برق نیست، آب نیست، امنیت نیست، بهداشت نیست، قرص و دوا نیست. بابا ملت داره ملت در و داغون شده تو ایران، گرسنن، ملت گرسنن، سطل آشغالاشون هم دیگه خالی شده. خوی ملت طبیعی یه روزی میگه آقا ول کن، آقا نمیخواد، ایشون نمیخواد شاه بشه، نشسته فقط داره اعلامیه میده، اطلاعیه میده، همین مزخرفاتی که اینا میکنن تو دهن ملت توسط رادیو تلویزیونشون، توسط کی؟ توسط همین رسانه‌های لجن پراکنشون. آقا اینا مأموریت دارن به اسم مشروطه چی؟ مأموریت دارن، مأموریت دارن که مردم از اعلیحضرت دور کنن. مگه ما رو نکردن؟ آقای مهندس دست درد نکنه، بریم تو شماره 12. یک عمر نشستن گفتن رزمارا رو شاه کشته، اینم سندش. آخوندها عمر طولانی دارند و بیشتر از عمر متوسط ایرانیان زندگی می کنند. صافی گلپایگانی 103 سال دارد، وحید خراسانی 101 سال دارد، جنتی 96 سال دارد، نوری همدانی 96 سال، مکارم شیرازی 95 سال، امامی کاشانی 90 سال، جوادی آملی 88 سال. اما گزارش های غیر رسمی سن متوسط ایرانیان را بین 63 تا 65 سال عنوان می کنند. علت طول عمر آخوندها درآمد زیاد بدون زحمت، بهترین امکانات تغذیه و پزشکی، انجام ندادن هر گونه کار سخت، زندگی مرفه با انواع تفریحات، هیچ کار مشخصی ندارند، نگرانی و استرس هیچ چیزی را در زندگی ندارند. آیا انگل‌تر از آخوندهای حکومتی در ایران پیدا می شود؟ سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. اون وقت جوان مملکت تو 20 سالگی تو گوشه خیابون سکته کنه بمیره. چرا؟ کمپوزیسیون خارج از کشور نمیذاره که شاه کارشو بکنه. اگر ما در خارج از کشور این ارازل و اوباشو نداشتیم، اگر ما این طویله ها رو به اسم رادیو تلویزیون نداشتیم، 30 سال پیش شاه برگشته بود ایران، هنوز قوه بنیه جوونی داشت، برگشته بود ایران، هم که درست ساخته بود، نه در میان سالی با این همه مار و افی که دورش گرفته. 6 دور دور شاه مملکت و مار و افی گرفته، خود دیگه معلومه که به ما نمیرسه دیگه، چیش به ما میرسه؟ خستگیش و توپ و تشرش. آقای مهندس دست درد نکنه، بریم تو این عکس‌ها.
بچه های میهن پرست وایسید، نترسید، فوش میخورید، تهدید میشنوید، بهتون پد و بیرا میگن، اینا ضد اتحادن، من هستم، من با قدرتم میگم. نگاه کنید خانم آقایون، دمش کم کسی که اینو درست کرده، دمش شرفش کم، دمش شعورش کم، دقیقا همینه. همینه. این عکس معروفیه که مال سال 57، این تاسو عاشورای سال 57 که اون ساختمون نیمه کاره تو خیابون آیزنهاور اونجا بود. نگاه کنید صفا رو، معصوم قمی، حامد کیسه‌کش، حسن صدقه خور، معتادی، اون یکی کسافته، اما ارازل و اوباش و افشار و نمیدونم فشار و ننه مریم و آقای عبادی و اون یارو حمال ملکی و بقیه ارازل و اوباش، یعنی اونایی که اون مملکت رو به اون روز انداختن، اینا تخم و ترکه هاش، اینا که امروز شدن کمپوزیسیون. دست باهوش درد نکنه، من نمیدونم که عکسای جالبی هستش، من اینا رو براتون نشون میدم. آقای مهندس بریم تو بعدی، دست درد نکنه. اینا همونن، فرقی نکردن. خر همون خره، پالونش عوض شده. این استوری والعزت یاسمین پهلوی به موقع است، من اینو بعد براتون بخونم. درود به شرف این بانوی مبارز. والعزت یاسمین پهلوی، بالهای زنها را قیچی کنن، مثل که این مرد که آخونده اینو گفته. حالا والعزت پاسخ میدن، اون فکر پلید و سیاه، آن زبان و چیز دیگری از شما باید قطع شود. درود به شرفت بانو، درود به شرفت بانو. اون چیز باید از شماها قطع بشه، قطعش میکنی. جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید، قطعش میکنیم، قطعتون میکنیم. اسلام و آخوند و شیعه رو در ایران دفنش میکنیم و جمهوری طلبانو. خانم آقایو نگاه کنید، این بانوان ایرانی هن. این تیم والیبال تاج تهرانه، اون تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، تیپو نگاه کنید در زمان خودش، هنوز که هنوزه انگار تیمسار خسروانی همین الان زنده یاد عکس گرفته با این بانوان. ببینید زنان ایرانی رو، این دفتر باشگاه تاجه، از اون بانوان، از این رئیس باشگاه، از این مرد شریف، از این بانوان، ببینید ما رو به کی رسوندن. خزعلی و خرعلی و حامد کیسه‌کش و سایر ارازل و باش. جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید، این عکس زنان ایران، قهرمانان مملکت، والیبالیستای مملکت، تیمسار مملکت، حالا دختر ایرانی امروز باید اینجوری بره سینه خاک بخوابه با 20 سال سن. نیکا شاکرمه، این یکیشون، دختر با 20 سال سن، با هزار یه امید و آرزو، دختر زیبا، دختر عزیز ایران، دختر ایران باید بره بخواب سینه خاک تو لرستان. جناب مهندس بعدی رو چه داغی به جیگر مادر پدر این بچه گذاشته، چه داغی به سر دختری که میتونست بهش قهرمان مملکتش بشه، تو پزشک بشه، استاد دانشگاه بشه، خلبان بشه، برای خودش چیزی بشه. بیا زن بچه مردم زدن کشتن. کی کشت؟ جمهوری طلبان. کی کشت؟ امثال همون مخمل باف. جناب مهندس بعدی رو لطفاً موقت بفرمایید، بعد من برم بشینم کسی که دختر مملکت منو، بچه مملکت منو کشته، برم با جمهوری طلبان دست آموزم تو یک کاسه. آقای مهندس لطفاً موقت بفرمایید، دست گل درد نکنه. نگاه کنید خانم آقایون، دختر بعدی یلدا آقا فضلی، این یکی دیگه شون، اون مادر چه داغی به جیگرش مونده. بچه ها همه رفتن پرچم شیر و خورشید و پرچم سرنگ و با تاج گذاشتن رو آرامگاه اینا. اصلا جیگر آدم کباب میشه. دختر 20 سال با هزار یه آرزو بره سینه خاک بخوابه به خاطر انقلاب نکبت کثافت جمهوری طلبان، بعد من برم بشینم با اینا گفتگو کنم. آقای مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید، بعد من برم به اینایی که قاتل فرزندان ایرانم بگم بیا بشین با من اتحاد بکنی. آقا من خائنم دیگه، بچه‌م مگه خائن؟ مگه شاخودم داره؟ آقا خیانت دیگه. برم بشم نوکر چپ اسرائیل، بشم بشیر بوشکه، مردشون قیافه کثافت رو ببرن. جناب مهندس لطف محبت بفرمه، دختر مردم اینجوری بخوابن سینه خاک با هزار یا آرزو، با 20 سال سن بره بخوابه تو قبرستون. بفرمه مهسا امینی، دختر جوون باشه در کردستان، بیاد پیش خانواده‌اش، بچه مردم زدن کشتنش. و کی جواب مادر پدریم اینو میده؟ اون دیگه اون بچه میشه، مادرش بهت بشینه سر قبر بچهش چیز بذاره، حلوا بذاره اونجا. اینا مصاحبت من بیام با شماها اتحاد بکنم. آقای مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید، یعنی آخری رو 19 رو، دست گل درد نکنه. ملت انتقامتون رو بگیرید از دشمنان ایران. این بی
بی‌نظیرترین عکسیه که من تو عمرم دیدم. میدان توپخانه تهران شنبه 9 مرداد ماه 1288، اون شیخ فضل الله نوری، این بی‌ناموس، اونا مشروطه خواهانن. اینا من درسم ایناست. اینا اساتید منن. آخوند باید این بلا رو سرش آورد. با آخوند صحبت بکنید، با جمهوری طلب صحبت بکنید. این بی‌ناموس میدونی که این پدر بزرگ کیانوریه. آخوندا به زودی این صحنه رو خواهید دید. ولتون نمیکن، دست گل درد نکن جناب مهندس. بدون تعارف بهتون بگم. تموم شد. میهن پرستانی که جلو دوربین میایید، هر جا که هستید، چه در ایران آریایی هستید، چون من هیچ جا دیگر به جز ایران آریایی نمیشناسم، بدون تعارف بهتون بگم، میهن پرستانی که در دنیاهای مجازی هستید، اگر میهن پرست هستید، اینایی که من بهتون میگم گوش کنید. قمر رو برامون از رو کشیدن، ساتور براشون بکشید. به اسم مشروطه چی دارن با جمهوری طلبان دوباره واسه تون دکون را میندازن. بچه‌های میهن پرست بایستید در برابرشون. توطئه در راه است. بایستید در برابرشون. در برابر هر کس که رفت نشست با جمهوری طلب بایستید در برابرشون. راحت بهتون بگم. مشروطه خواهان میخوان دور هم بشینن، با هم گفتگو کنن، ایرانو نجات بدن. ای والله. آرزوی موفقیت، پیروزی، شادکامی، آی لوف یو، ایشلا بدیش، دمت گرم. حرف از توش بیاد بیرون. جمهوری طلب بیاد، من جلو همه تون وایمیست. هر کاری عشقتونه بر علیه من بکنید، هر کاری، هر کاری که بر علیه من از دستتون برمیاد بکنید، چون من هر کاری از بر علیه شما از دستم بر بیاد میکنم. دیدید، به این میگن مرد مبارز، به این میگن آدم شریف. شرف دارید عین من حرف بزنید، نه مثل خاله خانباجی ها لچک بزنید رو سرتون، برید توی زوم و تو طویله ها بر علیه من تو اوتوی کنی سکس چتی بردارید بندازید به جون من. من 400 اینا رو نمیزم کفشم رو جوف کنم. اردین خوشمزه بود؟ آها، بازم بهتون میگم، هر کاری بر علیه من از دستتون برمیاد بکنید. بسیجیاتون رو علم کردید، فوش خار مادر دادید، به آقای وطنخواه دادید، به ایران آریایی. من کاری با اینا ندارم، نفوذی فرسادین تو ایران آریایی، من با اینا کاری ندارم، من خودمو دارم میگم. هر کاری بر علیه من از دستتون برمیاد بکنید، چون من هر کاری از دستم بر بیاد بر علیه تک به تک شما انجام میدم، میکنم. و دیدید چه کردم، دیدید که پوز همتون رو زدم و بازم میزنم. من 37 سال سابقه مبارزاتی دارم. شما اون موقعی که من مبارزه میکردم تو آلمان، تو 10 سالت هم نبوده، دماغ تو دهنت بوده. من همه تون پیش کسوت ترم، همه نو بازیاتونم بلدم، هر نو بازی بگید موجود است، تک به تک، هر جا دوست دارید بگید میام. اینم لات بازیش. من زدم به سیم آخر، شاهو باید برگردم. من به پدرم قول دادم، من به خدایگان قول دادم، پسرشو باید ببرم ایران، بنشونمش رو اون تخت، و این کارو میکنم، به شرفم میکنم، به ناموسم میکنم، به خون همین بچه ها میکنم. ببینید کی بهتون گفت؟ یک دقیقه هم شده تو تلویزیون ملی ایران میام میگم دیدید بهتون گفتم میکنم، همین فرنامه رو بهتون نشون میدم، میگم یادتون میاد گفتم میکنم، دیدی کردم. حالا دیگه مراتون دوباره زندگی. آقای مهندس بریم تو آخری شماره 20، دست گل درد نکنه. کارخانه شیر پاستوریزه تهران که با کمک و همکاری سازمان برنامه و مؤسسه یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد دایر گردیده، هفته گذشته مورد بازدید اعلیحضرت همایون شاهنشاه قرار گرفت. ماشین‌آلات این کارخانه را که بالغ بر 430 هزار دلار ارزش دارد، مؤسسه یونیسف که بعد از جنگ دوم جهانی به منظور کمک به کودکان یتیم و مادران باردار و شیرده تأسیس کرده، به رایگان به دولت ایران اهدا کرده است. سایر هزینه های ساختمانی آن که بالغ بر 120 میلیون ریال می باشد به وسیله سازمان برنامه تأمین گشته است. سازمان برنامه درآمد نفت ایران را به مصرف ایجاد و توسعه چنین مؤسسات عام المنفعه می رساند. شاهنشاه ضمن تقدیر از ایجاد کارخانه شیر پاستوریزه تهران، دستور فرمودند این قبیل مؤسسات که هدفش کمک به تأمین بهداشت مردم است، در مراکز سایر استانها نیز احداث شود. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اسامی رو میگم و خدافظی میکنم تا آدینه. اعلیحضرت دیدید؟
به این مرد فحش دادن، به این مرد تهمت زدن، هرچی دهنشون در اومد گفتن، هر کاری دستشون بر اومد کردن. من این مرد مظلوم تاریخ، دنبال مظلوم میگردید حسین مظلوم اینجاست، دنبال آقا امام زمان میگردید اینه، دنبال خدا میگردید اینه، دنبال مولای متفقه میگردید اینه. این مرد خدا بود. حالا اومدن به خدای من دارن فحش میدن، خداهاتون رو به آتیش میکشن. بسلام. اصلا بگیم و بریم. بانو سیمین شیکاگو $300، سپاس از لطف و محبت سیمین عزیز از شیکاگو. شعار نویس $25، سپاس از لطف و محبت شعار نویس. پیمان فلوریدا $100. آقا پیمان دست گل درد نکنه. فرزاد $30، مرسی فرزاد جان، خیلی ازت ممنونم. آقا رضای گل از بوستون $50، دست گل درد نکنه. آقا رضا حواست باشه جیبت نزن تو بوستون. زیر دریایی شاهنشاهی دلفین $50، خیلی ازت سپاسگزارم، لطف کردی. فاری از مریلند $50، ممنون از فاری عزیز. بانو زهرا بالتیمور $50، خیلی ازت سپاسگزارم زهرای عزیز. آقا ایرج گلم $40، سپاس از ایرج عزیز. بانو ناهید کیومرث هنرمند عزیز و نقاش گل ما $100، مرسی ناهید جان، خیلی ازت سپاسگزارم. آقا روبرت گل جان نثار خاندان پهلوی از شیکاگو $100. همه بچه‌ها گفتن جاوید شاه پاینده ایران، درود به شرف همه میان پرستان. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. علی شیره‌ای میکشیمت پایین، به زودی میکشیمت پایین، یادتون نره بچه‌ها. زنده و جاوید با سلسله پهلوی، پاینده ایران جاوید شاه تا آدینه، پاینده ایران جاوید.